خب، با نام و یاد خداوند هستی بخش و با درود و عرض خوش آمد خدمت شما همکاران فعالان حقوق بشر و دیگر حاضرین محترم. جلسه ماهانه نمایندگی شمال آلمان رو از کانون دفاع از حقوق بشر برگزار میکنیم. امروز یک شنبه 19 ماه ژوئن سال 2022 میلادی برابر است با 29 خرداد ماه 1401 خورشیدی رأس ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی جلسه رو آغاز میکنیم. این جلسه باید بگم که از طریق پخش زنده در کانال یوتیوب بشریت و همچنین تلویزیون اپلیکیشن کانون قابل دسترسی برای علاقمندان هست و میتونن از این طریق هم ما رو دنبال کنن. خب در ابتدای جلسه بنده مسئول جلسه سخنرانان و موضوع سخنرانی ایشون رو خدمتتون معرفی میکنه. به عنوان اولین سخنرانمون آقای علی فروتن گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه 1401 رو بیان خواهند کرد. امروز طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته سخنران دوم آقای تورج تفکری اردبیلی هستند با موضوع تابستان خونین 1367 و سخنرانی خودشون رو اجرا میکنن. بعد از ایشون خانم زهره حق با علی بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش پرورش رو انجام میدن و این کنوانسیون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. سخنران چهارممون آقای مصطفی گودرزی مجد هستن که مطالبی رو در مورد جنبش کارگری آماده و ارائه میدن. آخرین سخنران امروزمون هم سرکار خانم فریده کرمی شیرازی هستن با موضوع سخنرانی تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت. خب بعد خدمت شما عزیزان یادآوری کنم که در انتهای هر سخنرانی اگه عزیزی اظهار نظری داشت یا مثلا قصد موافقت یا مخالفت با موضوع و مطلب ارائه شده داشت میتونه از طریق بالا آوردن دستش بنده و ادمین های محترم رو راهنمایی کنه تا مایک رو در اختیارشون بذاریم. خب امروز به مناسبت سال روز کشته شدن معترضان به نحوه برگزاری انتخابات توی ایران، یادتون باشه سال 88 مطابق روال جلسات قبلی کانون ما در بخش بحث آزاد هم یه موضوع انتخاب کردیم به نام حق انتخاب تا بتونیم ضمن یادآوری حقوق شهروندان توی این موضوع بایدها و نبایدهایی رو امروز با همدیگه بررسی کنیم تا ببینیم یک انتخاب آزاد به چه شکل باید برگزار بشه. من امیدوار هستم که با تبادل نظرهایی که امروز داریم و ابراز عقیده هایی که دوستان انجام میدن یه نتیجه گیری خوب رو داشته باشیم برای بحث آزاد. خب به عنوان نفر اول دعوت میکنم از آقای علی فروتن برای ارائه گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه 1401. دست خودشون رو بالا ببرن تا بله مایک برای شما آزاد، بفرمایید. با عرض سلام خدمت یکایک که دوستان حاضر در جلسه، با گزارش تحلیل نقض حقوق بشر در خرداد ماه 1401 در خدمت شما هستم. حق بر محیط زیست و موانع فلسفی آن از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی حق حیات است. اما طی دهه‌های اخیر به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت 36 واقعه زیست محیطی ایران است که در این روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. دست کم 17 صیاد و شکارچی غیر مجاز، 9 قاچاقچی چوب و 2 متخلف زیست محیطی دیگر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند. علاوه بر این یک قلاده پلنگ در شهرستان باغملک و یک قلاده خرس در علی گودرز تلف شدند. وقوع دست کم 4 فقره آتش سوزی در استانهای آذربایجان غربی، بوشهر، خوزستان و تهران موجب از بین رفتن دست کم 2 هکتار از منابع طبیعی کشور شد.
طی هفته های سپری شده شاخص کیفی هوا دست کم در 11 شهر ناسالم برای گروه های حساس و یا خطرناک و ناسالم برای تمام گروه ها اعلام شد. در حوزه مدیریت پسماند نیز می توان به عدم جمع‌آوری زباله از سطح معابر شهری و بحران پسمان در استانهای شمالی کشور و به خطر افتادن سلامت مردم و مرگ آبزیان اشاره کرد. این گزارش نقض ماده سه حیات نقض ماده سه حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا است. کشته و زخمی شدن سه محیطبان و همیار محیط زیست در درگیری با شکارچیان غیرمجاز. فرماندار شهرستان بوانات از توابع استان فارس از کشته و زخمی شدن سه محیطبان و همیار محیط زیست در این شهرستان خبر دارد. این گزارش هویت محیطبانان و همیار محیط زیست کشته شده به ترتیب محمد فرمند از اهالی صفاشهر مرکز شهرستان بوانات و رضا بهرامپور عنوان شده. همچنین یک همیار محیط زیست دیگر با هویت علی اسدی در این حادثه مجروح و به بیمارستان صفاشهر منتقل شده است. علی زمانی فرماندار شهرستان بوانات در خصوص این رویداد گفت این واقعه حوالی ساعت 20:30 دقیقه شامگاه جمعه 6 خرداد ماه روی داده است و پیکر این افراد در حال انتقال به مرکز شهرستان بوانات است. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا است. بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی. به گفته یک کارشناس محیط زیست، مهمترین آسیب بحران پسماند استانهای شمالی کشور به خطر افتادن سلامت مردم و مرگ آبزیان است. این کارشناس محیط زیست عنوان کرد ایران یکی از بیشترین تولید کنندگان آلاینده آلودگی های آلی و فاضلاب خامی است که وارد دریای خزر می شود و 56 تا 60 درصد از زباله های تولید شده در ایران زباله های آلی و تر هستند که آب زیادی دارند و قابل سوزانده شدن نیستند. بر اساس گزارشات، عدم جمع‌آوری پسماند از سد معابر اهواز در یک سال گذشته به یکی از چالش‌های این شهر تبدیل شده و از مناطق کم برخوردار به مناطق مرکزی شهر گسترش یافته است. حجت الله زارزاده عضو شورای شهر اهواز در توییتی در این رابطه نوشت 4 روز است که زباله‌های خانگی اهواز جمع‌آوری نشده است و وی بیان کرد اینکه مسئولان شهرستان از این مشکل انباشت زباله اطلاع دارند، عنوان کرد این مسئله آخرین تقلای مافیای فساد در مدیریت شهری است. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه است. در خرداد ماه 1401 تعداد پرشماری معلم و فعال صنفی معلمان در شهرستان‌های رشت، سقز، خمینی شهر، مریوان، دیواندره، سنندج و دلفان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارشات گردآوری شده تاکنون بازداشت 51 تن تایید شده است. دست کم 6 معلم شامل یک زن با هویت نامعلوم و همراه کوکب بدداغی، عزیز قاسمزاده، محمود صدیقی پور، انوش عادلی و جواد سعیدی در رشت بازداشت شدند. معلمان معترض از جمله مطالبات خود را آزادی معلمان زندانی، اجرای کامل قانون رتبه‌بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر 16 دانش آموز عنوان کردند. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی می باشد. رسول بدداغی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. رسول بدداغی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکیل صنفی فرهنگیان از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل 5 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شده بود. بازداشت آقای بدداغی با ضرب و شتم وی توسط ماموران همراه بود و ماموران به او اجازه پوشیدن لباس مناسب نداده و در زمان بازداشت تمامی وسایل ارتباطی آقای بدداغی و نیز تلفن همراه همسرش را ضبط کرده و با خود بردن.
این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی می باشد. فقدان ایمنی کار، مرگ 4 کارگر در شهرهای مختلف. در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، 4 کارگر در کرمان، قلعه گنج و بوشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند. ایران در این زمینه در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل خبرگزاری جمهوری اسلامی، دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 یک پادبان شاغل در شهرداری کرمان به دلیل برخورد سواری عبوری در حین کار جان خود را از دست داد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه 22 خرداد ماه 1401 یک کارگر در پتروشیمی بوشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 دو مغنی در شهرستان قلعه گنج دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند. این خبر نقض ماده 23 حق امنیت کار می باشد. محکومیت 7 شهروند مسیحی به مجموع 28 سال حبس و جزای نقدی. جوزف شهبازیان، سالار اشراق مقدم، فرهاد خزایی، سمیه صادق، معصوم قاسمی، مینا خاجوی قومی و ملیه نظری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 28 سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. بر اساس ابلاغیه‌ای که روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمانی افشاری صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع شماری از این شهروندان ابلاغ شده است، جوزف شهبازیان به تحمل 10 سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در دستجات و گروه‌ها و تبعید محکوم شده است. همچنین مینا خاجوی و ملیه نظری هر یک به 6 سال حبس، معصوم قاسمی و فرهاد خزایی هر کدام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سالار اشراق مقدم و سمیه صادق نیز هر یک به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدند. محکومیت خانم صادق به جزای نقدی به مبلغ 40 میلیون تومان تبدیل شده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی می باشد. دادگاه انقلاب شیراز 26 شهروند بهایی به 85 سال حبس و تعبید محکوم شدند. 26 شهروند بهایی اهل شیراز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 85 سال حبس، تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان بهایی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت در این شعبه برگزار شده بود. بر اساس دادنامه‌ای که در تاریخ 8 خرداد ماه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، این شهروندان مجموعاً به تحمل 85 سال حبس، 24 سال تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند. در بخش دیگری از احکام صادر این شهروندان باید به مدت 2 سال روزانه خود را به اداره اطلاعات استان معرفی کنند. شهروندان بهائی در ایران از آزادی مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده می باشد. یادداشت شماری از زندانیان سیاسی در حمایت از وحید باقری. جمعی از زندانیان سیاسی طی یادداشتی ضمن اعلام همبستگی با وحید باقری، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98، خواستار حمایت جمعی از این زندانیان معترض شدند. آقای باقری از حدود 20 روز قبل در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با آزادی مشروط خود اعتصاب قضا کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: ما بخش کوچکی از حرکت و جریان تاریخ هستیم و می‌دانیم که هیچ چیز، نه درد جسمی، نه افسردگی و نه حتی زندان، نمی‌تواند حرکت
و نقش ما را در جریان پیشرفت از یاد ببرد. 20 شب از اعتصاب قضای وحید گذشت، صدای اعتراض او باشید برای رسیدن به آزادی. ما مگر چند بار به دنیا آمده ایم که اینقدر در زندان میمیریم؟ به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان سته یادداشتی ضمن اعلام همبستگی با وحید باقری، زندان سیاسی در زندان تهران بزرگ و یکی از بازداشتگان اعتراض سراسری آبان 98، خواستار حمایت جمعی از این زندانی معترض شدند. وحید باقری در تاریخ 20 اردیبهشت در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با آزادی مشروط او، علی‌رغم گذشت حدود 1 سال از تایید درخواست توسط رئیس قوه قضاییه، در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب قضا زده است. این خبر نص ماده 8 رعایت حقوق انسانی و ماده 5 شکنجه ممنوع می باشد. مریم کریم بیگی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سال 88 روز سه‌شنبه 24 خرداد توسط نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراض سال 88 می باشد. شهناز اکملی، مادر خانم کریم بیگی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از بازداشت فرزندش در ساعت 7 صبح توسط نیروهای امنیتی خبر داده است. او در این ویدیو میگوید که ماموران همزمان با بازداشت دخترش اقدام به تفتیش منزل شخصیشان کردند. هرانا پیشتر در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری طی گزارشی از محرومیت مریم کریم بیگی از تحصیل در دانشگاه خبر داده بود. او طی یک تماس تلفنی برای تعیین تکلیف محرومیت از تحصیل به دانشگاه فرا خوانده شده بود. پیش از این نیز در تاریخ 2 اسفند ماه 1400 منزل خانم کریم بیگی و مادرش شهناز اکملی توسط نیرو امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و تعدادی از لوازم شخصی آنان همچون تلفن‌های همراه، لوازم الکترونیکی و تمام تصاویر مربوط به جانباختگان اعتراضات سال 88 ضبط شده بود. مامورین همچنین مریم کریم بیگی را احضار کرده بودند. وی در تاریخ 8 اسفند ماه در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات حاضر شده بود و مورد بازجویی قرار گرفت. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می باشد. عدم رسیدگی پزشکی، گزارشی از آخرین وضعیت ناهید تقوی در زندان اوین. ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی محبوس در زندان اوین، علی‌رغم دستور پزشک مبنی بر جراحی کمر، تاکنون از رسیدگی پزشکی لازم محروم مانده است. همچنین علی‌رغم تأمین وسیله توسط خانواده، تاکنون از الزام وی به مرخصی درمانی مخالفت شده است. شهریور ماه سال گذشته پس از اعزام خانم تقوی به بیمارستان خارج از زندان، پزشک متخصص از نیاز فوری این شهروند دو تابعیتی به جراحی در ناحیه کمر خبر داده بود. همکنون علی‌رغم گذشت بیش از 8 ماه از تأمین قرار وسیله 2 میلیارد تومانی از سوی خانواده این زندانی و موافقت اولیه با اعزام وی به مرخصی، تاکنون از آزادی او نیز ممانعت به عمل آمده است. قاضی حاجی مرادی پیشتر در مراجعه خانواده این شهروند به دادسرا با آنها گفته بود که تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به این پرونده را دارند. وی همچنین افسوده بود که پرونده خانم تقوی تا زمانی که او اتهامات خود را قبول نکند به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد. خانم تقوی مرداد ماه 1400 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 10 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این خبر نقض ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 8 رعایت حقوق انسانی می باشد. 12 اعدام، گزارش تکمیلی از آقای فروتن. بله جانم، لطفا جمع‌بندی بفرمایید تا 1 دقیقه دیگه. متشکرم. باشه چشم، من خبرها زیاد هستن ولی من جمع‌بندی میکنم. چشم. باشه چشم.
دوازده اعدام گزارشی تکمیلی از اعدامهای رجایی شهر. سحرگاه روز چهارشنبه 25 خرداد ماه حکم اعدام چهار زندانی دیگر در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمده است. با اعتصاب این چهار زندانی شمار زندانیان اعدام شده در روز چهارشنبه در این زندان به 12 تن می رسد. به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز چهارشنبه 25 خرداد 1401 چهار زندانی دیگر نیز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. هویت چهار تن از این زندانیان محمد شکری 25 ساله، علی غلامی 24 ساله، عباس اسکندرزاده و امیر جعفری توسط هرانا احراز شده است. از سوی دیگر جوان آنلاین نام کوچک چهار نفر دیگر از زندانیان اعدام شده را بهمن، حمید، اشکان و بهرام عنوان کرده است. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی اول ژانویه 2021 تا 20 دسامبر 2021 دست کم 299 شهروند اعدام شدند و 85 تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام 4 کودک مجرم اشاره کرد. بنابر همین گزارش بیش از 88% اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهادهای قضایی اطلاع رسانی نمی‌شود که نهادهای حقوق بشری اصطلاحاً آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می‌باشد. من اخبار زیاده ولی به خاطری که وقت نیست به پایان میرسونم. ممنونم، مرسی از شما که گوش دادیم به اخبار. سپاس از شما آقای فروتن، ممنون. خبرهایی که انتخاب کرده بودین دقیقا اون چیزایی که متاسفانه خیلی کمتر رسانه‌ای میشه. البته کانون خیلی خوب اینا رو منتشر میکنه و افشاگری میکنه، ولی توی رسانه ها متاسفانه این اخباری که شما انتخاب کرده بودین کمتر. ما همه شاهدن متاسفانه خرداد خیلی بدی رو ما پشت سر داریم میگذاریم، هم حادثه متروپول، هم اون قطار، هم اعتراضاتی که به هر حال سراسر ایران داره انجام میشه، ولی متاسفانه بازتابی توی رسانه‌های دنیا نداره. باز تشکر میکنم از شما که وقتی گذاشتین و به موقع این اخبار رو تهیه و به هر حال مقایسه کردین با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر. دوستان اگر نکته‌ای دارن در مورد اخبار با بلند کردن دست منو راهنمایی کنید که مایک رو در اختیارتون بگذارید. خب ممنونم از شما. میریم سراغ بخش دوم. در خدمت آقای تورج تفکری اردبیلی هستیم با موضوع تابستان خونین 1367. آقای تفکری، مایک در اختیارتون، بفرمایید. بسیار متشکرم از شما جناب حسن‌زاده عزیز. صدای من به خوبی میاد در جلسه؟ بله بفرمایید. متشکرم. درود میفرستم خدمت تمامی همراهان محترم. خیلی متاسفم که هر روز ما خبرهای نقض حقوق بشر در کشور عزیزمون ایران از روز گذشته بیشتر میشه. به امید روزی که ما فعالان حقوق بشر و همکارانمون فعالین سیاسی و مدنی نه در ایران بلکه در تمام دنیا بیکار بشه. اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی در تابستان 1367 یا کشتار 67 یک رخداد بود که در اون به فرمان سید روح الله موسوی خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماهای مرداد و شهریور سال 67 به گونه مخفیانه اعدام شده و در گورهای دست جمعی دفن شد. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروههای چپگرا مانند سازمان فدائیان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را
همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرد. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام اونها رو به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرد. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون متفاوت و بین 1879 تا 3000 یا 4482 نفر تخمین زده شد. مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از اون دفاع می‌کنند و اون اعدام‌ها را برای حفظ نظام لازم و ضروری می‌شمارند. به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در بردند، بسیاری از بازداشت شدگان در دهه 60 جوانانی در دهه 20 زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده و در تابستان 67 در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بیخبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌داد که چند سوال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌داد و سپس زندانیان در دسته‌های 6 نفری و چشمان بسته به دار آویخته می‌شد. در نهایت اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده ها در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شد. بیشتر خانواده ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندان عزیزشان اعدام شد. حسین علی منتظری بلند پایه ترین مخالف اعدام ها بود که پس از اعتراض های کتبی در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد 67 با حضور هیئت اعدام ها یعنی حسین علی نیری، حاکمی شرع وقت، مصرف مرتضی اشراقی، دادستان وقت، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین در زندان اوین به آنها میگوید که شما را در آینده جزء جنایتکاران جنگی در تاریخ می‌دانند. این موضوع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناریش از جانشینی سید روح الله موسوی خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی تا آخر عمر انجام. در فروردین اردیبهشت سال 1400 نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری بود. 13 اردیبهشت 1400 بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین الملل و 24 سازمان غیر دولتی بین المللی در نامه سرگشاده به میشل باشه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران در تابستان 67 شد. در 19 شهریور 1400 25 نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت 31مین سالگرد اعدام ها در ایران در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای انجام تحقیقات درباره این نسل کشی و جنایات علیه بشریت در ایران تاکید کرد. 18 خرداد 1401 سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان 67 رو جنایت علیه بشریت خواند. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را پاسخگو کردن عاملان بازمانده خواند.
سری میزنیم به پیش زمینه تاریخیش. در مورد علل وقوع واقعه تابستان 67 و پیش زمینه های اون نظرات مختلفی است. برخی این را ادامه جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور عام و واکنش به عملیات فروغ جاویدان و یا همون مرصاد به طور اخص میدونه. بر پایه برخی از منابع مسئله کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی، چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود چند ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان یا همون مرصاد، از سوی سران نظام جمهوری اسلامی برنامه ریزی شد. افسون بر این که زندانیان قتل عام شده فقط جزء سازمان مجاهدین خلق نبودند، بلکه از گروه های چپ و غیر مسلمان هیز در میان اونها حاضر بود. مقامات جمهوری اسلامی گرچه به طور صریح در مورد این واقعه و ابعاد اون سخن نمیگن، اما در مورد متعدد وجود اون رو پذیرفتن. در کتاب پاسداشت حقیقت که در دهه 80 و در جمهوری اسلامی و از سوی دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید، روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه بیشتر ادامه درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به طور کلی به تصویر کشیده شد. سری میزنیم به حکم روح الله خمینی در کشتار زندان. به دنبال حمله نیروهای سازمان مجاهدین با حمایت ارتش عراق در غرب ایران در تاریخ 4 مرداد 67 و به فاصله 6 روز پس از قطعنامه 598 شورای امنیت که به نام عملیات مرصاد نامگذاری شد، روح الله خمینی رهبر انقلاب طی حکمی افرادی را مأمور کرد تا با بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی، افرادی را که همچنان بر موضع خود مشخص و درباره آنان با توجه به اینکه ضمن شورش در زندان بر ایشان متصور بود صادر بود. از خمینی اونها را محارب اعلام کرد و چنین حکم بود: از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از سروی حیله و نفاق اونهاست و به اقرار سران اونها از اسلام ارتداد پیدا کرده، با توجه به محارب بودن اونها و جنگ کلاسیک اونها در شمال، غرب و جنوب کشور و با همکاری های حزب بعث عرب و نیز جاسوسی اونها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط اونها با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه اونها از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند. و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام، نیری دام حفاظت و قاضی شهر و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد. سید احمد خمینی که در اون زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود، در نامه ای در مورد جزئیات این اعدام ها می پرسد و تاکید می کنه که آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شدند و دوران زندانشان به زودی تمام می شود هم هست یا نه؟ در مورد محکومان از شهرستان هایی که استقلال قضایی هم دارند چه؟ پاسخ روح الله خمینی بدین کنم: بسم الله تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کن. در صورت رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر اجرا گردد همان مورد نظر است. البته منتظری در خاطرات خود که سالها بعد منتشر کنه می نویسه که در اون زمان گفته می شد که نامه اول به دستخط سید احمد خمینی نوشته شده و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخط سوال کننده و پاسخ دهنده یکسان.
حسین علی منتظری در اعتراض به اعدام ها به تاریخ 9 و 13 مرداد به خمینی نامه نوشت. در 9 مرداد می نویسه: پس از عرض سلام و تحیت به عرض می رساند راجب دستور اخیر حضرت عالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیراست و ظاهراً اکثراً سوی ندارد. ولی اعدام موجودین از سابق در زندان ها در شرایط فعلی هم بر کینه‌توزی و انتقام جویی است. خمینی در نامه عزل منتظری چنین نوشت: در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف اولوف رساندن و میبینید چه خدمت ارزندهی به اکس ارزندهی به استکبار کرد. در گوشه میر حسین موسوی در تاریخ 15 شهریور استفاده که با مخالفت شدید علی خامنه‌ای و روح الله خمینی مواجه گشت، گرچه او در نامه استفا اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی را اعلام کرد، امیر ارجمند سخنگوی موسوی بی اطلاع گذاشتن او از موضوع اعدام ها را عامل اصلی استفا شمرد و میگوید موسوی خواهان تشکیل هیئت تحقیق در این مورد شده، هرچند شخص موسوی هرگز اعلام براءت از اون اعدام ها نکرد و همواره در مقابل اونها سکوت نمود. موسوی اردبیلی نیز بعدها مدعی شد با این اعدام ها مخالف بوده و در مخالفت 3 بار به خمینی نامه نوشته است. او میگوید خمینی گفت که اینها دروغ میگویند و سر موضع هستند. من عرض کردم من به این مطلب نرسیدم. خمینی فرمود ما رسیدیم. عملیات فروغ جاویدان در روز 3 مرداد آغاز شد و 7 مرداد پایان یافت. اعدام ها نیز پس از صدور فرمان خمینی در 6 مرداد شروع شد. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، حکومت جمهوری اسلامی می دانست که اعدام زندانیان با قوانین بین المللی سازگار نیست و همین دلیل بسیار تلاش کرد که اطلاعاتی درباره اعدام ها بیرون نرود. اکثر مراجع روزهای 5 تا 7 مرداد را هنگام آغاز اعدام ها می دانند. اما آبراهامیان این روز رو برابر با 28 تیر داشت. به هر حال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان ها صورت گرفت و تلویزیون ها و روزنامه ها جمع شد و زندان ها محدود شدند. آبراهامیان می نویسد در نخستین ساعات روز جمعه 28 تیر ماه سال 1367 برابر با 19 ژوئیه سال 1988 حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سراسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندان‌ها خودداری ورزیدند. ساعت ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت و آمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد. در میان مسئولان و پاسدارهای زندان‌ها عبارت این را ببر ببند رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام. پرسش هایی که از دید اعضای هیئت مرد اگر پاسخ مناسب به آنها داده می شد باعث اعدام زندان می شد. چند سوال مد نظر شما: آیا زندانی حاضر است که با حکومت جمهوری اسلامی همکاری کند؟ آیا زندانی حاضر است که سازمان مجاهدین و رهبرش را؟ آیا زندانی به آرمان‌های سازمان مجاهدین وفادار است؟
به گفته آبراهامیان، هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سوال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. از نظر او این سوالات هیئت اعدام همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌تونستند جان سالم بدرند. به عنوان مثال در مورد مجاهدین سؤال مشخص آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟ آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مینهای دشمن عبور کنید؟ و در مورد چپگرایان آیا به قرآن معتقدید؟ آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟ آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشتگانتان در مقابل دوربین شده اید؟ بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی اوقات متفاوت بود و در حالی که نیری تلاش می کرده که عده بیشتری رو اعدام کنه، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، 2 ماه پس از آغاز اعدام‌ها در روز 5 مهر 1367 روح الله خمینی بررسی وضعیت باقی مانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد. با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و طب و قبل از حوادث اخیر انجام شد، وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی از قضات ایوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند. قتل هم اعلام شدن کشتار زندانیان از سوی یک دادستان کشور سوئد. دادستان دادگاه محاکمه حمید نوری یکی از عوامل مؤثر قتل عام در سال 67 در سوئد. کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی مجاهدین خلق را که در ایران زندانی بودند، یعنی در عملیات فروغ جاویدان یا همون مرصاد حضور نداشتند و از قبل حکم گرفته بودند، را قتل عمد نامید و نوری را افسون بر قتل عمد به جنایت جنگی نیز متهم کرد. دادستان پرونده حمید نوری در پایان سخنانش نظام جمهوری اسلامی ایران را در سالهای 1359 تا 1368 ناقض حقوق انسانی شهروندان ایران و نیز مجرم اعلام کرد و مسئولیت کامل اعدام‌ها را خود جمهوری اسلامی ایران داد. سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه ما بودید. ممنون و هزار سپاس آقای تفکری. راستش هر وقت به این موضوع فکر میکنیم خوشایند نیست برای هیچ کس که این رو بشنوه و این ولی تکرارش واقعا وظیفه امثال ما فعالان حقوق بشر. زمانی که جنایتکارانی که باعث این جنایت شدن یکی یکی به مقام والای کشوری میرسن، درد ما رو مضاعف میکنه. اینکه مردم ما یکی از آفتهای ذهنیشون اینه که تاریخ رو فراموش میکنن، اما این تاریخ، این کشتار سال 67 جوری بود که توی قرن مدرن خیلی صدا کرد بین کشورهای خارجی و حتی اونایی که خودشون تاریخ خونینی دارن، اون کشورها هم به این قضیه اعتراض کردن. ما باید این رو بدونیم که چند نفر توی این زندان‌ها اعدام شدن در چه مدت کوتاهی، و بعد اینو بدونیم که از این چندین هزار نفر چند تا خانواده داغدار شدن و عزیزاشون رو از دست دادن. یه نفر فرزندش رو، یه نفر پدر مادرش رو، یه نفر خواهر برادرش رو و همچنین موارد دیگه، اما صدا از هیچ کس در نیامده بود، چون موقع جنگ تنها چیزی که مردم اون
کشورهایی که در حال جنگ هستن بهش فکر میکنن اینی که بتونن خودشون رو سالم و زنده نگه دارن و این جنگ میتونه یه قالب خیلی سیاسی محکمی باشه برای جنایتکارانی که متاسفانه دست به همچین جنایاتی میزنن. به هر حال ممنونم آقای تفکری از موضوعی که انتخاب کردید. دوباره یادآوری شد این موضوع برای ما و این رو توی ذهنمون برای فعالیت‌های آتیمون نگه داریم. دوستان اگر مطلبی موضوعی میخواییم به سخنان آقای تفکری اردبیلی اضافه کنید دست بالا کنید، من مایک براتون آزاد. آقای شایگان دست بالا کردین، مایک برای شما آزاد. آقای شایگان بفرمایید. صدای من میاد؟ بله بفرمایید. درود عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران. خیلی ممنون از آقای تفکری، گزارش بسیار تکان دهنده بود. یک نکته خیلی ریزی داره این گزارش که اونجایی که آقای تفکری هم اعلام کردن که خمینی خودسرانه، یعنی بدون اینکه اصلا از کسی مشورت بگیره، حکم اعدام رو صادر میکنه، یعنی میگه که نه من اینجا اینا رو محارب میدونم و حکم اعدام اینا واجبه. خب ما اینجا یک موضوع خیلی کوچک رو باید، البته موضوع کوچکی نیست، خیلی بزرگه، ولی نکته خیلی ریزیه که ما در کشور ایران چیزی به نام جمهوری نداریم، چون جمهوری همه میدونیم که یه تعریف خاص داره. وقتی که شما در یک کشوری قوه قضایی یا دادگستری مستقل نداشته باشی، یعنی یک فرد بیاد همه اینا رو تحت پوشش قرار بده و خودسرانه تصمیم بگیره، همین میشه که بعدش جنایت‌های بعدی رخ میده. مثال قتل‌های زنجیره‌ای در زمان رهبری خامنه‌ای که در دهه 70 بود، کوی دانشگاه، حوادث پس از انتخابات 88، قتل عام مردم در ماهشهر یا هواپیمای اوکراینی و غیره. اینا تماماً جنایاتی است که یک شخص تصمیم میگیره و عوامل اجرایی اون شخص اینو اجرا میکنن، نه اینکه اون عوامل اجرایی بی گناه باشن، نه اونا گناهکارن. ولی میخواستم اینو عرض کنم که شخص اول مملکت، چه خمینی چه در حال حاضر خامنه ای، مسئولیت تمام این فجایع، تمام این قتل عامها، اعدامها و کشتارها و فجایعی که در ایران رخ میده، اهم از محیط زیست. دوست عزیزمون در مورد محیط زیست اخباری اعلام کردن که واقعا تکان دهنده بود. محیط زیست و همه مواردی که تو ایران انجام میشه، چون تمام افرادی که تو ایران به کار گمارده شدن ریز و درش، باید حتما از فیلتر رهبری رد بشه، یعنی رهبر باید این رو تایید کنه. من می‌خواستم فقط همین نکته رو عرض کنم و ممنونم که این وقت رو به من دادید. سپاس های شایگان که وقتم در نظر داشتیم. بله متاسفانه موقعی که این مسیر به طرف خودکامگی یک شخص کشیده بشه، خب آفتهای زیادی داره. در پایین دست مردم طبقاتی میشن از نظر اجتماعی و متاسفانه همه چیز، همه حقوق تحت شعاع این خودکامگی قرار میگیره. آقای کلوته شما هم دست بالا کرده بودید، ادامه میدید صحبت یا خیر؟ من مایک رو برای شما آزاد. بله سپاس، ممنونم. صحبت ها رو دوستان کردن، آقای شایگان خیلی خوب گفتن. واقعیت میخواستم در تو همین موضوع بگم. مرسی که به من وقت دادیم. فقط الان من یه نکته فقط گفتم، جمله لاجوردی، اسدالله لاجوردی، جناب تفکری و آقای شایگان، که همش این جمله توی ذهنم بود که جمله معروفی هم هست، میگه هر کسی که محرز بشه تو تظاهرات شرکت کرده اعدام میکنی. یعنی دقیقا تمام این حقوق رو زیر سوال میبرن به همین راحتی، یعنی کسی حق اعتراض نداره. مرسی که بهم وقت دادیم. ممنون جناب حسن. خواهش میکنم. ممنون آقای کلوته، ممنون بابت اظهار نظرتون، هرچند کوتاه. خیلی ممنون. متاسفانه اینجور هست و ما
گرفتار یک خودکامگی شدیم که اصلا ابتدا ترین حقوق هر انسانی خب حق حیات هست. موقعی که این نادیده گرفته میشه به دلیل مخالفت با آرا و عقاید و مخالفت با ایدئولوژی، دیگه بقیه حقوق رو حساب کتابش دیگه متاسفانه مشخص نیست. دعوت میکنم از آقای پرویزی که توی بحث شرکت کنن. بفرمایید آقای پرویزی، مایک برای شما هست. سلام دوستان، وقتتون بخیر. ممنونم از صحبت‌های خوبی که آقای تفکری و سایر دوستان اظهار نظر کردن. من فقط می‌خواستم در مورد اعدام‌های حالا سال 67 یا اینکه اعدام‌های دهه 60 رو اگه بخوام توضیح بدم کلی، اینکه فقط بحث کشتار نبود، یعنی اعدام‌ها سوای اون اینکه حق حیات رو نقص کردن و خب متاسفانه تعداد آمار مشخص نیست و خب هر ارگان و هر قشری یک آماری میده، بحث اون جنایت هایی که در کنارش بود، مثل تجاوز هایی که میشد به دختران مجردی که قبل از اعدامشون طبق دستور اسلام و قانون شرعی که دختر باکره رو نمیتونن اعدام کنن، یا اعدام زنان باردار که تعداد زیادی هم بودن اینجوری، و علاوه بر اون اعدام کودکان هم بود، یعنی دختران ما در اعدام‌های دهه 60 و حتی تابستان 67 دختر 13-14 ساله هم داشتیم که اعدام شده، و این علاوه بر این خب خود قوانینی هم که نقص، خود قوانینی هم که تصویب کردن خود جمهوری اسلامی ایران، اونها رو هم به مراتب نقص کردن و حتی پا روی قوانین شرعی خود جمهوری اسلامی ایران هم گذاشتن، چون که ما طبق قانون شرعی و قانون مجازات اسلامی هرگز اجازه نداریم یک زن باردار رو اعدام کنیم، به دلیل اینکه خب یک شخص دیگه‌ای در رحم این مادر وجود داره. بنابراین اینها از همین، یعنی از همین جنایت هم کوتاهی نکردم و این کارها رو هم انجام دادم. من فقط خواستم همین نکته رو اضافه کنم و وقت زیادی نگیرم از جلسه. ممنونم از شما و مرسی از صحبت‌های خودتون. خواهش میکنم. ممنون از شما آقای پرویزی که در جلسه و اظهار نظر کردیم. می‌پردازیم به بخش بعدی جلسه‌مون. دعوت میکنم از خانم زهره حق‌والی که امروز بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش پرورش انجام میدن و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی. دعوت میکنم بعد از چند لحظه سخنرانیشون رو ایراد بگیرن. سلام کنم خدمت دوستان عزیز و همکاران گرامی. از مباحثی که ارائه دادن دوستان خیلی استفاده کردیم و متاسف و متاثر شدیم. من امروز در مورد آموزش و پرورش میخوام صحبت بکنم، ولی خیلی این سوال ذهن منو الان درگیر کرد که واقعا کسایی که این حکما رو میدن کجا آموزش دیدن و ریشه این آموزش ها در کجاست و که باعث میشه اینجور افراد شقی در واقع بیان در جامعه حاکم بشن و همطور که میبینید هنوز هم که ذریهشون ادامه داره و دارن به فجایع خودشون ادامه میدن. به هر حال همطور که گفته شد، وظیفه ما به عنوان فعالان حقوق بشر این هست که اینها را افشاگری بکنیم و جوامع جهانی رو در مورد این فجایع آگاه بکنیم، چرا که از درز اطلاعات همیشه در ایران جلوگیری شده و ما واقعا زبان ملتمون هستیم و امیدواریم که بتونیم راهگشا باشیم برای آزادی کشور. من امروز در خدمتتون هستم با کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
این کنوانسیون مصوب 11 کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد در 14 دسامبر 1960 در پاریس هست که در تاریخ 22 می 1962 اجرایی شد. این کنوانسیون با یادآوری اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض تاکید میکنه و اعلام میکنه که هر فردی حق داره از آموزش و پرورش برخوردار بشه نوشته شده. این کنوانسیون با توجه به اینکه تبعیض در آموزش پرورش رو نقض حقوق میدونه، در نقض حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونه، تصویب شده و با در نظر گرفتن اینکه هدف سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد بر حسب اساسنامه اون ایجاد همکاری بین ملت‌ها به منظور تقویت و پیشبرد علمی فرهنگی ملل متحد هست، در نتیجه در عین احترام به تنوع نظام‌های آموزشی کشورها و ملت‌ها وظیفه داره نه تنها هر شکلی از تبعیض در آموزش پرورش رو ممنوع اعلام کنه، بلکه همچنین از برابری امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل بیاره. این کنوانسیون کلا شامل 19 ماده است که از ماده 6 به بعد اون در واقع نحوه اجرای مفاد کنوانسیون و مراحل اداری پیوستن به اون و تعهدات کشورهایی که این کنوانسیون رو پذیرفته هستن پرداخته میشه و مصوبات این کنوانسیون که مبحث امروز ما هست کلا در 5 ماده اول این کنوانسیون گنجونده میشه. ماده یک این کنوانسیون مشخصا به تعریف تبعیض و انواع تبعیض در آموزش و پرورش و همچنین تعریف آموزش و پرورش میپردازه و بیان میکنه که واژه تبعیض در این کنوانسیون شامل هر گونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت یا رجحان یا در واقع برتری قائل شدن بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر که منشأ ملی یا اجتماعی، شرایط اقتصادی ناشی از ولادت به همراه داشته باشند. یعنی تمام اینها میتونه باعث تبعیض باشه. که هدف این کنوانسیونی هست که اینها این تبعیضات در واقع از بین بره و عنوان میکنه که تبعیض میتونه محروم کردن هر فرد یا گروهی از افراد از دسترسی به هر نوع یا سطحی از آموزش و پرورش باشه، که در گفته های دوستان هم گفته شد که مثلا بهایی ها رو خیلی اذیت میکنن در ایران و نمیذارن که ادامه تحصیل بدن. محدود کردن هر فرد یا گروهی از افراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست‌تر، که ما میدونیم که کتاب های درسی ما متاسفانه الان به دست روحانیون تألیف میشه، روحانیونی که خودشون رو در همه جا صاحب نظر میدونن و بنابراین میان و طبق و عقاید خرافی خودشون که در حال نشرش هستن و با استناد به یه سری اسناد در واقع کذب تاریخی اینا رو تدوین میکنن و بعد به خورد مردم میدن، که خب میشه در واقع همون معیار پستر در آموزش و پرورش، چرا که ما باید در آموزش و پرورش به روز آموزش بدیم و اطلاعات به روز رو در اختیار بچه ها قرار بدیم تا اینکه بتونیم بگیم یه آموزش و پرورش پویا داریم. ولی خب متاسفانه ما آموزش و پرورشمون با ورود روحانیون به مدارس در واقع داره عقب گرد میکنه. بر اساس موضوع مفاد ماده 2 کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام ها یا نهادهای آموزشی جداگانه برای اشخاص یا گروه های خاصی از اشخاص، این هم شامل تبعیض میشه، که خب شما میدونید بسیار مدارس هست از جمله مدارسی که آقای حداد عادل تأسیس کردن برای نور چشمی ها و همچنین مدارسی که مرتبط با حوزه علمی هستن که اینها اصلا امکاناتشون و بودجه که بهشون تخصیص داده میشه کاملا در تفاوت و تمایز هست با مدارس عادی که بچه های مردم دارن در واقع درش تحصیل میکنن. تحمیل شرایطی که با شرافت و شؤون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروهی از اشخاص، که خب نمونه هاش بسیار از جمله مدارس یا کپری یا میتونی بگیم اصلا مدرسه وجود نداره و بچه‌هایی که عشایر هستن یا در مناطق مرزی اینها روی زمین و سنگلاخ میشینن و درس میخونن و شاید یک کلاس یک کتاب داشته باشه و از اون کلاس شاید یک نفر هم شکمش سیر نباشه که بخواد تازه درس یاد بگیره. برای اهداف این کنوانسیون واژه آموزش و پرورش به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد و شامل دسترسی به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطی است که بر اساس اون آموزش و پرورش ارائه میشه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 3 به مواردی پیرامون آموزش پرورش اشاره میکنه که بدین شرحن. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همین زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت مدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی. همچنین در اصل 3 قانون اساسی اومده که دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه و وسایل تحصیلات عالی رو تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش بده. متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از این موارد در ایران اجرا نمیشه و قانون در حد نوشته باقی مانده، چرا که آموزش و پرورش نه تنها رایگان نیست بلکه در اختیار همه نیز قرار ندارد و با وضعیت اقتصادی فاجعه بار ایران بسیاری از جمعیت دانش آموزان کشور به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند و ناچار به بازار کار وارد می شوند و از چرخه آموزش خارج می گردند که البته این خود سبب آسیب های اجتماعی فراوانی هست که مبحث امروز ما نیست. اما در زمینه افزایش آگاهی از طریق مطبوعات و رسانه ها نیز متاسفانه تمام ابزارهای اطلاع رسانی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که توسط شخص رهبر مستقیما اداره و سانسور می شود فقط به تبلیغات دروغین برای تمجید از نظام دیکتاتوری حاکم می پردازد و واقعیات تلخ جامعه را وارونه و حتی مثبت جلوه می دهد. و در زمینه آموزش تمرکز خود را بر مغزشویی و القای ایدئولوژیک در جهت بست اسلام و شیعه گذاشته است و در این مسیر به اشاعه خرافات و احادیث جعلی در قالب برنامه‌های آموزشی و پخش سرودهایی با محتوای ایدئولوژیک و حتی دروغ پراکنی و ترجمه اخبار جهان به نحوی که خودش تمایل دارد می‌پردازد و در صدا و سیما خبری از فرهنگ، ادبیات و تاریخ فاخر ایران نیست و در عوض به تبلیغ خط فکری بیمار اسرائیل ستیزی و جنگ افروزی پرداخته می شود و یک مهره سپاهی قاچاقچی به عنوان سردار و اسطوره تمام برنامه‌های تلویزیون و حتی دروس کتاب ادبیات فارسی را به خود اختصاص می دهد که اینها همه خلاف ذائقه مردم و همچنین معلم‌هایی است که این کتاب‌ها را مجبور هستند تدریس کنند و دائما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران صدای فریاد اعتراض معلمان به گوش میرسد که این گونه کتاب‌ها و سیستم آموزش و پرورش جز تباه کردن وقت و انرژی دانش آموزان و معلمان حاصلی ندارد و آنچه زیر پوست شهر رخ می‌دهد کاملا با اهداف آموزش و پرورش در تضاد است که این خود روز به روز از علایق دانش آموزان به تحصیل می‌کاهد و جامعه را به عقب‌گرد علمی سوق می‌دهد، چرا که آموزش و پرورش در رودخانه‌ای با جریانی خلاف واقعیات جاری در جامعه در حال شنا کردن است و به غیر از موارد گفته شده عدم رسیدگی و تخصیص بودجه به مدارس، نبود مدارس در بسیاری از مناطق محروم کشور، نبود ایمنی لازم در مدارس و حتی وجود مدارس کفری در سیستم آموزش و پرورش کشوری که بودجه زیادی را صرف حمایت از فلسطین و حزب الله و ساخت استادیوم و مدرسه و مقبره های طلا در سایر کشورها می کند، همه نشان از بی‌عدالتی و بی‌کفایتی در اداره امور کشور و بی‌توجهی تعمدی به امر آموزش و پرورش نسل آینده است که سعی می شود با سرودهای مثل سرود سلام فرمانده خط فکری نظام فاسد و دیکتاتور را به زور با تبلیغات فراوان به خورد آنها داد و آنها را وادار به دستبوسی کسی کرد که فقر حاکم بر جامعه و خروج جامعه از مسیر اخلاقیات و دین‌زدگی مردم و فرار مغزها، تجزیه کشور و افتادن زمام امور کشور به دست بیگانگان همه و همه حاصل بی‌درایتی و بی‌توجهی او به منافع ملی و مردمی است و با قانون اساسی کاملا در تضاد است، زیرا نمیتوان اسم این جنایات را عدالت و یا افزایش آگاهی های عمومی گذاشت و ادعای رفع تبعیضات مادی و معنوی را داشت. به تازگی آزمون‌های در کشور از سوی کشور ترکیه برگزار شود که دانش آموزان با پرداخت هزینه‌های هنگفت برای ادامه تحصیل از مقطع دبیرستان به ترکیه می‌روند و می‌توانند بعد از آن در دانشگاه‌های معتبر ادامه تحصیل بدهند و اقامت سایر کشورها را بگیرند. هرچند دولت طبق معمول به تکذیب این خبر پرداخته است، اما همین می‌تواند مشتی از خروار باشد برای نشان دادن ناکارآمدی آموزش و پرورش در ایران و بیزاری مردم از آن.
اما باز هم خانواده های پردرآمد هستند که می توانند فرزندان خودشون رو شاید با فرستادن اونها به سایر کشورها از این سیستم نجات بدن و بقیه مردم محکوم به فنا هستند. در حالی که ماده 2 کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش دقیقاً به نکاتی خلاف اونچه که در ایران اجرا میشه اشاره میکنه و میگه که هنگامی که این کنوانسیون در کشوری مجاز شمرده بشه، در چارچوب مفهوم ماده 1 اون موقعیت‌های زیرا نباید باعث تبعیض به شمار آورد. ایجاد یا حفظ نظام یا مؤسسات آموزشی جداگانه برای دانش آموزان دو جنس، یعنی مدرسه‌های جداگانه پسرانه و دخترانه. اگر این نظام ها یا مؤسسات دسترسی برابر به آموزش و پرورش ارائه بدهند، یعنی کاملا برابر مواد آموزشی درشون تدریس بشه، دارای کادر آموزشی با قابلیت های معیاری مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه باشن و امکان برخورداری از همه دوره های درسی یا معادل را داشته باشن. یعنی اگر شرایط مساوی وجود داشته باشه برای تدریس به دانش آموزان دختر و پسر و در کشوری مدارس جداگانه در واقع برگزار بشن، این رو نمیشه مایه تبعیض دونست. یعنی در واقع نباید تبعیض جنسیتی وجود داشته باشه. اما ما میدونیم که بسیار از دختران ما در روستاها و مناطق محروم فقط به خاطر اینکه دختر هستن محکوم به این هستن که توی خونه بشینن و ادامه تحصیل ندن و متاسفانه در قرن 21 یه فاجعه میتونه بشه. ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشی جداگانه برای مقاصد دینی یا زبانی که آموزش و پرورشی ارائه بدن که با آمال و آرزوهای والده یا اولیا قانونی دانش آموزان هماهنگ باشد. اگر مشارکت در چنین نظام‌ها یا شرکت در چنین مؤسسات اختیاری باشد و اگر آموزش و پرورش که ارائه میشه با معیارهایی که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه برای آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد سازگار باشد. یعنی که والدین باید موافق آموزش های دینی و یا تدریس زبان خاصی به فرزندانشون باشند و این آموزش ها هرگز نباید اجباری باشه و معلم ها هم باید واجد شرایط باشند و بر اساس معیار درستی گزینش بشن. که شما ببینید بندبند این قانون در تضاد با اون چیزی هست که در آموزش و پرورش اجرا میشه. اولا که به زور به مردم میخوان اسلام یاد بدن، بعدم که به زور زبان عربی رو به بچه ها یاد میدن، حالا که تازه از مقطع پیش دبستانی هم شروع کردن به سوره و احادیث ارائه دادن توی کتاب های نقاشی بچه ها. و شما میبینید که والدین هم هیچ کدومشون علاقه مندی ندارن به این که این مطالب بچه هاشون تدریس بشه، اما چاره‌ای ندارن جز مواد درسی هست، در واقع اختیاری نیست و کاملا اجباری است. و معیار از کجا تعیین میشه برای تدوین این کتب؟ باز اون هم که در دست خود سیستم حاکم هست و الان از متخصصان استفاده نمی کنن، بلکه روحانیونی که ادعای تخصص در همه چیز دارن شدن مؤلف کتب درسی که همش دیدین که در تضاد با اون چیزی که در آموزش پرورش اتفاق میفته. ایجاد یا حفظ مؤسسات آموزشی خصوصی. اگر هدف این مؤسسات تضمین محرومیت هیچ گروهی نبوده بلکه ارائه تحصیلات آموزشی علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهای عمومی باشد. خب منظور این بند این هست که مؤسساتی اگر که تأسیس بشن که اضافه بر اون آموزش های عمومی که به همه در حد خوب و در حد تعادل و برقراری عدالت به همه ارائه میشه، اگر این مؤسسات بخوان اضافه بر سازمان چیزی رو به بچه ها آموزش بدن، تأسیس اینجور مؤسسات از نظر این کنوانسیون اشکالی نداره. اما ما میبینیم که توی کشور ما آموزش های خصوصی در واقع الان خیلی شکل گرفته و در دسترس یه عده خاصی هست. حتی مؤسساتی که دارن توی زمینه کنکور فعالیت میکنن یه جور مافیا تشکیل دادن و حتی سوالات کنکور فروخته میشه و خب باز میبینیم که قشر متوسط و ضعیف جامعه هستن که اینجا بهشون اجحاف میشه و اون کسایی که پولدار هستن نهایتا یا اصلا احتیاج ندارن که تو این دانشگاه های ایران درس بخونن، میرن راحت مدرک رو میخرن، یا اگر هم خیلی بخوان مثلا برن دانشگاه میرن سوال کنکور رو میخرن و پولش هم که خب میره توی جیب مافیای کنکور که خب میبینیم که دولت هم هیچ اقدامی نمی کنه به خاطر که منفعتش در این سیستم هست. خب
به منظور حذف و پیشگیری از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورها رو ماده 3 این کنوانسیون متحد میکنه که کلیه مواد قانونی و دستورالعمل‌های اداری رو که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش میشن لغو کنه و کلیه روش‌های اداری مربوطه رو متوقف کنه. هر جا ضروری باشه با وضع قانون تضمین کنن که در پذیرش دانش آموزان به مؤسسات آموزشی هیچ تبعیضی اعمال نمیشه. در زمینه شهریه مدارس و اعطای بورس یا شکل‌های دیگر کمک به دانش آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضروری برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتی بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتی جز بر مبنای شایستگی یا نیاز وجود داشته باشه. در حالی که در ایران سهمیه خانواده شهدا و جانبازان در کنکور و در استخدام‌های دولتی سالهاست که حق بسیار از دانش آموزان شایسته رو تضییع کرده و دولت هم به خاطر حفظ این گروه برای بقای ایدئولوژی مسموم خودش و تشکیل حلقه از موافقان و فداییان همچنان برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی به این روند ادامه می‌دهد. در اختصاص کمک‌های اعطای نهادهای دولتی به مؤسسات آموزشی طبق این کنوانسیون نباید هیچ گونه برتری بین دانش آموزان در واقع رخ بده و هیچ گروهی بر گروه دیگه‌ای برتری پیدا بکنه. در صورتی که بودجه هنگفت به حوزه علمیه پرداخت میشه و مدارس با کمک‌های مردمی و گاهن خیریه اداره میشن و بعد هم فارغ التحصیلان حوزه در همه جا اولویت استخدام دارن و دانش آموزان دیگه مورد اجحاف قرار میگیرن. طبق این کنوانسیون به اتباع خارجی مقیم در خاک هر کشوری باید دسترسی برابری برای آموزش و پرورش اعطا بشه، در حالی که وضعیت برای افغان‌ها در مدارس ایران سال هاست که مورد بحث قرار داره و اونها با پرداخت شهریه باید در مدارس دولتی ثبت نام کنند. هرچند در حال حاضر تمامی دانش آموزان باید هزینه های اداره مدارس را به اسم کمک های مردمی بپردازند، چرا که دولت بودجهی به مدارس اختصاص نمیده و تازه از اونها پول آب و برق و گاز هم که قرار بود مجانی باشن میگیره. هزینه چاپ سوالات امتحانی و دستگاه های زیراکس و امکانات ورزشی مدارس و تعمیرات و بازسازی ساختمان ها همه و همه هزینه هایی است که معلوم نیست باید در آموزش و پرورش از کجا به غیر از جیب مردم تأمین بشود. حتی فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی سالها برای داشتن شناسنامه و ثبت نام در مدرسه مشکل داشتند و اخیراً هم قانون در این مورد اصلاح شده. در حالی که در ماده 3 این کنوانسیون کشورهای طرف اون تعهد می‌کنند که کلیه مواد قانونی و دستورالعمل‌های اداری رو که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش میشه لغو کنند و کلیه روش‌های اداری مربوطه رو متوقف کنند، هر جا ضروری باشه قانون باید تضمین بکنه که حقی از کسی تبعیض نشه. در زمینه شهریه مدارس هم گفتیم که قانون گفته که باید در واقع مبنا بر شایستگی باشه و تسهیلات ویژه‌ای به یه عده خاص ارائه نشه. اما در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از وظایف دولته. در ماده 4 این کنوانسیون اظهار شده که کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌کنند که سیاستی ملی رو تنظیم کنند و تدوین کنند که با شیوه های مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملی مشوق برابری امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش به ویژه در مسائل زیر باشه، از جمله اینکه آموزش ابتدایی رایگان و اجباری باشه، آموزش متوسطه در اشکال مختلف اون در دسترس همه باشه، آموزش عالی به صورت مساوی در اختیار همه باشه تا بر اساس استعداد فردی خودشون پیشرفت بکنن و پیروی از این تعهدات رو به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه‌ای که در قانون مقرر شده تضمین کنند که معیارهای آموزش و پرورش در کلیه مؤسسات آموزش عمومی یک سطح باشه، معادل باشه
و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل هم دیگه باشه. حالا شما حساب کنید که یک دانش آموزی که توی تهران درس میخونه در مناطق بالای شهر با کسی که مثلا در آبادان، اهواز، باشهر، بوشهر، شهرهای مرزی و سیستان و بلوچستان درس میخونه، واقعا اینها در یک سطح هست؟ معیارهای آموزشیشون و معادل هست و امکاناتشون یکسان هست؟ مسلما نه. در این کنوانسیون اومده با اتخاذ شیوه های مناسب آموزش اشخاص رو که هیچ آموزش ابتدایی ندیدن یا دوره کامل آموزش ابتدایی رو تکمیل نکردن میسر کنن و ادامه آموزش آنان را بر مبنای استعداد فردی تشویق و تشدید بکنن، که یعنی در واقع کسایی که از تحصیل باز موندن رو کمک بکنن که به چرخه آموزش برگردن، در حالی که ما ببینیم الان واجد شرایط آموزش در دوران ابتدایی داره زباله گردی میکنه و خرج یک خانوار رو مجبور هست بده. و در یکی از این بندهای این کنوانسیون در واقع بند چهارش ماده دال گفته شده که بدون تبعیض به افراد برای حرفه معلمی آموزش بدن. شما ببینید چقدر الان بر سر دانشگاه فرهنگیان بحث بود که یه مدتی اصلا کنسلش کردن و نذاشتن ادامه تحصیل بدن فرهنگیان. بعد دوباره بحث سر این بود که فرهنگیانی که ادامه تحصیل میدن فقط یکی از مدارکشون پذیرفته میشه. مثلا اگر یه فرهنگی لیسانس بود میرفت فوق لیسانس میگرفت، دیگه حقوقش بر اساس فوق لیسانس بسته میشد. اما اگر همین فرهنگی میرفت ادامه تحصیل داد و دکترا میگرفت، دیگه دکتراشو براش به حساب نمی آوردن و میگفتن فقط یکی از مدارک تو به حساب میاری، برای اینکه بخوان حقوق کمتری در واقع پرداخت بکنن. و بعد خب این انگیزه در معلم ها برای ادامه تحصیل در واقع میکشت. و ضمن اینکه الان بدتر از بدتر شده و روحانیون و طلبه های حوزه علمیه، اول که میرن حوزه با اون امکانات و بودجه ها درس میخونن، بعد دوباره وقتی میان میخوان وارد بازار کار بشن اولویت پیدا میکنن برای اینکه بیان معلم بشن و به چرخه آموزش و پرورش در واقع بپیوندن. و این خود در واقع نقض حقوق معلم ها هست در این سیستم آموزشی که زحمت میکشن تخصصی میرن یه سری رشته ها رو درس میخونن، دورهای روانشناسی میگذرونن تا بتونن واقعا در نقش یک معلم به خوبی ظاهر بشن. اما بعد کسی که مثلا میره تو حوزه قوانین شرع و احکام و اینجور چیزا رو میخونه، به خودش اجازه میده که بیاد توی آموزش و پرورش به راحتی تدریس بکنه و بعد میبینیم که خب دانش آموزان همه فراری هستن از مدرسه. سخن رو کوتاه میکنیم. در ماده 5 بند الف این کنوانسیون اومده که کشورهای طرف این کنوانسیون موافقت میکنن که آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی هدایت بشه. آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستی بین همه ملت ها، گروه های نژادی یا دینی را ترغیب و ترویج و فعالیت های سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح بیشتر کنند. در حالی که در قانون اساسی ایران در مقدمه اومده که شیوه حکومت در کشور اسلامی به این صورت است که براءت از حاکمیت فردی یا گروهی خاص هست و نفی طاغوت و بنا کردن جامعه‌ای با موازین اسلامی و اسوه، که بر چنین پایه‌ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی را عینیت بخشد و شرایطی به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش پیدا کند. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین و مستکبرین بوده، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج از کشور فراهم می کند. به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. همونطور که دیدیم قانون اساسی اینجور ایدئولوژیک نوشته شده و تدوین شده و روابط بین المللی رو محصول کرده به اسلامی بودن اون کشورها و از چنین قانونی نمیشه انتظار تفاهمات آزاد اندیشانه صلح آمیز
با تمامی ملل رو مطابق با این کنوانسیون داشت و بر همین اساس هست که رهبر جمهوری اسلامی ایران سند 2030 یونسکو رو که قوانینی برای ارتقای سطح جامعه در جهان هست رو مغایر با ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت خودش میدونه و دستور میده که به جای اون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین بشه که کاملا بر حول محور ولایت مطلقه فقیه و مغزشویی کودکان از طریق آموزش‌های ایدئولوژیک از پیش دبستانی تمرکز داره. خب دوستان، ما بررسی کردیم اون در واقع پنج ماده که این کنوانسیون با آموزش و پرورش میپردازه و همونطوری قبلا گفتم سایر بندهای این کنوانسیون در واقع مربوط میشه به ارائه گزارش از طرف کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستن به مجامع بین المللی که برای آموزش و پرورش کشورشون چه کاری انجام دادن که باید به صورت دوره‌ای گزارش بدن، که خب می‌بینید که ایران هیچ وقت حاضر به گزارش به جوامع بین المللی متاسفانه نیست. و همچنین سایر بندهای این کنوانسیون میپردازن به اینکه چطور میشه عضو این کنوانسیون شد و مراحل قانونیش به چه شکل هست. متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید و ما که آزاد میکنیم. خاصی هست که به آنها بررسی خوراک، پوشاک و حق آموزش یکی از اصول که باید دولت‌ها اون رو فراهم کنن. ایران فقط به خاطر که از زیر فشارهای بین‌المللی خارج بشه متاسفانه یه سری از این کنبهش عمل نمی‌کنه و حتی ما سیستم نظارتی و بازرسی کنترل خوبی هم نداریم که عمل کرده نظام جمهوری اسلامی ایران رو در ایران بررسی کنه. صرفاً اینجا این صحبت رو انجام دادم فقط به این خاطر که بدونیم وظیفه ما فعالان حقوق بشر چیه. فعالیت حقوق بشر فقط جنبه سخنرانی و نوشتن مقاله نیست، فقط افشاگری نیست. ببینید تو چه حوزه‌های مختلفی شهروندان ایران دارن با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن. از حق حیاتشون بگیر، حق محیط زیست سالم داشتن یا حقوق دیگه. آموزش یکی از سیبل‌های متاسفانه جمهوری اسلامی و مسئولانش هست، چرا که خیلی راحت‌تر این سیستم خودکامه و سیستم خودشیفته میتونه بر انسان‌های حاکم باشه که آگاهی ندارد و روبه افسردگی میرد. اگر دوستی اظهار و سخنان خانم حق باید من رو راه نمایی کنه. خب ممنونم از شما. میریم سراغ سخنان بعدی، جناب آقای مصطفی گودرزی مجد. امروز مطلبی رو در مورد جنبش کارگری آماده کردن. قبل از ایشون می‌بینیم که آقای کلوته بفرمایید، مایک برای شما هست. سلام، صدا هم میام؟ بله بفرمایید. بله، عرض کنم صحبت بسیار خوبی داشتن این همکار عزیزمون در مورد تعویض در آموزش پرورش. من فقط یه دو تا نکته دیگه میخوام
خیلی خلاصه اشاره کنم بهش. یکی در مورد تحصیل در مدارس بارل شهر که گفتن امکانات بهتری مثلا بهشون میدن، واقعیت اما به نظر من یه مقدار اینجا فرق میکنه، به خاطر اینکه اتفاقا توی اینجور مدارس این سیستم، میدین وقتی سیستم خراب باشه معضلات دیگه ای هم میاد کنارش. یعنی وظیفه معلم اینه که تو مدرسه درس بده، از دانشجوش هم درس بخواد دیگه، جواب پس بگیره. ولی تو این مدارس میان توجه میکنن به اینکه وضعیت خانوادگی این دانش آموزها چون بهتره، یه جوری بهشون درس میدن که اون دانش آموز نیاز داشته باشه که به صورت خصوصی اون دوره رو دوباره بگذرونه که بتونه قبول بشه. و اینو من خیلی باش برخورد داشتم از نزدیک، یکی خواستم اینو بگم چون واقعیت اون شکلی نیستش که ممکنه خیلی ها فکر کنن. و در مورد تأسیس مدارس غیر انتفاعی، من اینجوری فکر میکنم که عملا جلوگیری میشه از فشار یه سری اقشار مردم به دولت جهت آموزش پرورش که بخوان اعتراض کنن که این وضعیت آموزش پرورش خوب نیست و اینجور حرفا. برای همین مدارس غیر انتفاعی به وجود آوردن که اون اقشاری هم که میتونن تاثیرگذار باشن این تاثیرگذاری رو ازشون بگیرن. سپاس از این که به من وقت دادید که نظرمو بگم. ممنون آقای کلوته. قبل از اینکه مایکتون رو ببندین بگم خدمتون، علتش چیه که به نظرتون یک معلم میاد جوری درس میده که اون شاگرد مجبور بشه کلاس خصوصی با ایشون بگیره؟ دقیقاً علتش چیه؟ یکی این که وضعیت حقوق و معاش و تو ایران برای معلمین من احساس میکنم که خیلی مناسب نیست. با توجه به این که از نظر من معلم برای جامعه یکی از مهمترین اقشار تاثیرگذار هست، چون قشر جوان جامعه رو داره تربیت میکنه برای آینده یک کشور. به نظر من باید دغدغه معاش نداشته باشه معلم، دغدغش این باشه که این شاگردا رو درست پرورش بده، داره یعنی ایران رو میسازه، حالا تو هر کشوری داره اون مملکتش رو میسازه. به نظر من باید یه معلم این دغدغه اصلیش باشه که این شاگردا چجوری تربیت میکنه. مثل دقیقا وضعیت حوزه ها که تمام تمرکزشون اینه که تمام دنیا دشمنن، همه با ما دشمنن، ما میخوایم اینو بررسی کنیم. یعنی روی عقیدتی خیلی کار میکنن با اونا، در صورتی که تو مدارس باید واقعا ملیگرایی یاد بدن. حالا اگه نه واقعا ساخت کشور رو براشون اولویت داشته باشه. نمیدونم به اهمیت همین مسائل حقوق بشری رو باید تو مدارس آموزش بدن که مردم بتونن حق حقوق خودشون رو بشناسن و همون درسایی که اصلا تهیه شده اونا رو به نحو احسن بهشون آموزش بدن. به نظر من این وظیفه اصلی یه معلمه. بله ممنون آقای کلوته. راستش خیلی سپاس بخاطر خواهش میکنم لطفا این از هزار نظرت. این که خیلی راحت سیستم آموزشی یک مملکت رو به همین شکلی که الان به صورت واقعی در اتفاق میفته توی ایران میشه مورد هدف قرار داد سیستم آموزشی. این که بزرگترین سازمان دولتی با بیشترین کارمندان یک نهاد دولتی رو داره آموزش پرورش، اما توی لیست بودجه سالیانه کمترین بودجه سالیانه رو دولت بهش اختصاص میده. همین کفایت میکنه برای بی انگیزگی معلمین و متاسفانه اون آفاتی که بعد از این دچار سیستم آموزشی کشور میشه. به هر حال ممنونم از شما. الان دعوت میکنم از آقای مصطفی گودرزی مجد
که برامون در مورد جنبش کارگری بگن. آقای گودرزی، مجمع که برای شما آزاده، بفرمایید. درود میفرستم بر شما همکاران عزیز و همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن. ما سخنرانیمون شروع میکنیم. ببخشید. شبیه‌سازی اعتراضات کارگری با آنچه که در سالهای نخست انقلاب رخ داد از زبان علی خامنه‌ای تصادفی نیست. پس از سخنان او در جمع کارگران، ده‌ها فعال کارگری در نقاط مختلف بازداشت شدند. بازداشت هایی که با هدف توقیف مبارزات پیشرونده کارگران و معلمان صورت گرفته است. در یک ماه اخیر ده‌ها فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. پس از آنان هنوز در بندها، برخی از آنان هنوز در بندهای نهادهای امنیتی زیر فشار بازجویی هستند و همزمان با آغاز دوره تازه از خیزش علیه نابرابری و تحمیل گرسنگی، سپاه و وزارت اطلاعات فعالان کارگری در مناطق مختلف را احضار یا بازداشت کردند و کوشیدن معلمان و فعالان کارگری بازداشت شده را به کشورهای خارجی نسبت دادند. رضا شهابی، آنایشا اسداللهی، مسعود نیکخا، رسول بداغی، شعبان محمدی و دیگر معلمان بازداشت شده در سناریوی حکومتی به همکاری با نیروهای خارجی و با هدف براندازی نظام متهم شدند. اتهامی که در سالهای گذشته نیست دستمایه صدور و حکم حبس بلند مدت برای منتقدان و معترضان به حکومت قرار گرفته است. چه شده که حکومت جمهوری اسلامی چنین هراسان کارگران و مدافعان آنها را هدف سرکوب قرار داده است؟ فرمان سرکوب را باید در لابلای سخنان علی خامنه‌ای و کارگزاران آن جست. علی خامنه‌ای 19 اردیبهشت در جمع کارگران اعتراضهای کارگری را با آنچه که در سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ داد شبیه‌سازی کرد. از روزهای اول انقلاب تحریکات کارگری شروع شد. تحریکات کارگری از آن روز شروع شد تا امروز هم وجود دارد. تا امروز هم تحریکات کارگری وجود دارد. قصدشان این بوده است که طبقه کارگر و جامعه کارگری را تابلو و نشانه اعتراضات مردمی قرار دهند. او در ادامه با ادعای این که جامعه کارگری بینی اینها را به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفتد و در کنار انقلاب و نظام ایستادند، از کارگران به دلیل اینکه در اعتراضاتی که برخی از آنها به حق است مرزشان با دشمن را مشخص کردند سپاسگزاری کرد تا به کارگران و مهمتر کارگزاران نظام پیام بدهد مراقب حضور دشمن در تحریک‌های کارگری باشند. اشاره خامنه‌ای به گذشته نمیتواند تصادفی باشد. او پیش از این نیز در مواقع خاص از شبیه‌سازی تاریخی بهره برده است تا حرفش را بزند. از همین رو اشاره او به تحریکات کارگری در آغاز استقرار جمهوری اسلامی همزمان با پیشروی جنبش کارگری میتواند یک دستور مشخص برای دستگاه سرکوب باشد. مرزگذاری با دشمن و ایستادن در مقابل سوء استفاده ضد انقلاب از اعتراضهای کارگری بیش از این نیز از زبان دیگر مقامات حکومتی بیان شده بود. این بار اما به فاصله کوتاهی پس از سخنان خامنه‌ای دیگر مسئولان حکومتی با همین ادبیات معلمان معترض را نشانه گرفتند. ابتدا وزیر آموزش و پرورش در مریوان که 3 تن از اعضای انجمن صنفی آن در 11 اردیبهشت بازداشت شدند درباره سوء استفاده از اعتراضات معلمان هشدار داد و معلمان معترض را به اخراج تهدید کردند. او گفت هیئت تخلفات میتواند معلمانی که در این تجمعات شرکت میکنند را اخراج کند. در همان روز یعنی 19 اردیبهشت رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی مشابه از رخنه عناصر وابسته به بیگانگان در صفوف معلمان و کارگران خبر داد و گفت که آنها برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اختلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند. مقامات قضایی باید اقداماتی قانونی را در مقابل آن به عمل آورند.
در ادامه این سناریو وزارت اطلاعات از بازداشت دو تبع خارجی که آنها را از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی نامید خبر داد و ادعا کرد که آنها با سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت و خبرهای وابسته به سپاه پاسداران نیز در همین راستا معلمان بازداشت شده را به سوء استفاده از ظرافیت دانش آموزان و کشاندن آنها به فضای التهاب آلوده و متشنج و فراهم کردن زمینه دخالت نیروهای خارجی متهم کردند و آنها را عناصر نفوذی نامیدند که در صدد بودند تجمعات فرنگیان را به اختشاش بکشانند. در ادامه این سناریو پس از اینکه ریحانه انصاری نژاد، رضا شهابی، آنایشا اسداللهی و کیوان مهتدی بازداشت شدند، وزارت اطلاعات شهابی و اسداللهی را در ارتباط با یک تیم خارجی با هدف براندازی نظام متهم کردند. سپس نوبت به صدا و سیما رسید تا در یک ویدیو 3 دقیقه‌ای دو فرانسوی بازداشت شده را در جاسوس بنهاند و تصاویر دیدار آنها با فعالان صنفی معلمان و کارگری را منتشر و سناریو نسبت دادن تشکل‌های صنفی معلمان و کارگری مستقل به خارج از کشور را تکمیل کند. شیوه تکراری به زبان تشکل‌های صنفی معلمان نخنما شده و بی‌اعتبار که بیش از این بارها علیه فعالان کارگری و مدنی به کار گرفته شده است. برای فهم دور تازه سرکوب باید کمی به گذشته بازگشت، به آبان 98 که خیابان‌های ایران به صحنه اعتراض گسترده علیه حکومت بدل شد و حتی دو سال پیش از آن در آن اعتراضات به روایت نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران و رسانه‌ها 360 تا 1500 نفر به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شدند و بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. آن اعتراضات که ادامه خیزش دی 96 و اعتراضات گسترده کارگری سال 97 بودند، صف‌بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران را تغییر داد. آن گونه که خامنه‌ای ناچار شد به فاصله کوتاهی پس از آن اعتراضات در جمع گروهی از بسیجیان تعریف تازه‌ای از مستضعفین، گروهی که جمهوری اسلامی خود را حامی و حکومت آنها می‌خواند ارائه بدهد. او در آذر 1398 گفت مستضعفین را بد معنا می‌کنند. مستضعفین را به افراد فرودست یا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده است، اخشار آسیب پذیر معنا می کنند، یعنی آسیب پذیران. نه، قرآن مستضعف را این نمی داند. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنای مستضعفین است. قصد خامنه ای از این بس این بود که حامیانش بگویند معترضین به آزادسازی نرخ بنزین و کارگرانی که اعتصاب کردند در شمار مستضعفین مورد نظر جمهوری اسلامی قرار نمی گیرند و در سرکوب آنها برای تداوم نظام مجاز است و گاهی نیز الزام. در فاصله آبان 1398 تا تابستان 1400 همگیری کرونا چنان فرصتی برای برقراری شرایط ویژه به کمک جمهوری اسلامی و دیگر نظام‌های اقتدارگرا و سرکوبگر آمد. آنها با برگیری از آن کوشیدند عرصه عمومی را محدودتر و کنترل را بیشتر کنند. محدودیت‌های اجتماعی وضع شده اما نتوانست در همان دوره نیز از تداوم اعتراضات جلوگیری کند و کوتاهی حکومت در واکسیناسیون عمومی حتی موجب نزدیکی گروه‌های صنفی به یکدیگر نیز شد. در تابستان 1400 خوزستان علیه بیابی تعمیر شده و انتقال آب اعتراض کرد. در ماه‌های بعد اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان هم به اعتراض علیه توزیع آب پیوستند. در مناطق نفخیز و پالایشگاهان نیز کارگران نفت اعتصابی فراگیر را سازمان دادند که پیش از 2 ماه به درازا کشید. از نیمه دوم سال گذشته همزمان با تغییر در قوه مجریه
هنگامی که مشخص شد دولت جدید خلاف شعارا و برنامه‌های تبلیغاتی برای جبران کسری بودجه رفاه عمومی به صورت ویژه معلمان و بازنشستگان را نشانه گرفته است، موج دیگری از اعتراضات آغاز شد. معلمان در اعتراض به دستکاری لایحه رتبه بندی که به کاهش اعتبار آن موج منجر شد، اعتصاب و تجمع کردند. بازنشستگان که از دی 1399 به صورت مستمر در خیابان حضور داشتند، با فروکش کردن همگیری کرونا دامنه اعتراضات را گسترده تر کردند. حکومت که با کسری بودجه بزرگ روبرو بود و نتوانسته بود از بنبست احیای برجام بیرون بیاید، به جای شنیدن صدای گروه‌های معترض و پاسخ به مطالبات آنها، به حذف عرض ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای مربوط با مواد غذایی پروتئینی تخصیص می‌یافت تصمیم گرفت و سرانجام در قانون بودجه سال جاری توانست از مجلس و علی خامنه‌ای مجوز این سیاست را بگیرد. علی خامنه‌ای به فاصله کوتاهی پس از آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی به صراحت از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع کرد و همه ارگان نظام را به کمک به دولت برای پیشبرد این سیاست فراخواند. حذف عرض ترجیحی به آزادسازی قیمت‌های کالاها در شرایطی که به روایت آمارهای نفتی بیش از یک سوم جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نرخ واقعی بیکاری به شدت افزایش یافته و نابرابری از هر زمان دیگری آشکارتر شده است. به صورت مشخص تهاجم به معیشت و حق حیات به حاشیه‌راندگان و تهیدستان است که در دهه‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی حکومت فقیرتر شده بودند. اجرای رسمی این سیاست که با آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی، تخم مرغ، مرغ، لبنیات و روغن آغاز شد، در روزهای گذشته خشم عمومی را در بسیاری از مناطق برانگیخته و معترضان را به خیابان آورد. از نگاه حکومتی که در سالهای پس از استقرار و برخورد با پدیده‌ها و مسائل اجتماعی رویکردی امنیتی و سرکوبگرانه پیشه کرده است، شدت گرفتن اعتراض‌ها به حق کارگران و حاشیه‌راندگان در زمره مسائل امنیتی قرار می‌گیرد که در برخورد با آن راهکاری به غیر از سرکوب پاسخگو نیست. در سال 1394، زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار بود، حکومت تلاش برای بهبود روابط با جهان و برون رفت که از بنبست پرونده هسته‌ای نشریه مطالعات رابردی وابسته به پژوهشکده رابردی وزارت علوم در مقاله‌ای به عنوان تأثیر شکاف‌های اجتماعی بر امنیت ملی ایران، شکاف‌های موجود در جامعه ایران را به دو گونه طولی و عرضی تقسیم کرد و از میان آنها 5 شکاف نسلی، جنسیتی، طبقاتی، قومی، نژادی و مراکز پیرامون را شکاف‌هایی خواند که امکان تبدیل شدن به تعارض و مناظره دارند. در سالهای آینده فعال خواهند بود و تحت تأثیر نابرابری اجتماعی و محرومیت نسبی انگیزه مناظره‌ای و رادیکال شدن را دارند. نویسندگان این مقاله به حکومت توصیه کردند به دنبال برآورده کردن مطالبات گروه‌های معترض نباشند، چرا که پاسخ به مطالبات هر یک از شکاف‌های فعال سبب می‌شود در آینده نه چندان دور ظرفیت سیاسی کشور با مطالبات و تقاضاهای روبرو شود که نقطه پایانی بر آن نیست. این راه حل پاسخگویی به مطالبات شکاف‌های فعال ممکن است در کوتاه مدت برای دولت مشروعیت ساز باشد، اما در بلند مدت و حتی میان مدت برای نظام مشروعیت زدا است، زیرا در پیش گرفتن چنین سیاستی باعث افزایش مطالبات و تقاضاهایی می شود و چون امکانات و توانایی های دولت برای پاسخگویی محدودتر از میزان تقاضاها است، فاصله میان توقعات فرزایند
فرزایند و امکان پاسخگویی روز به روز بیشتر می شود و کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی مورد چالش قرار می گیرند. کاهش مشروعیت نظام سیاسی امکان بیشتری برای فعالیت گریز از مرکز فراهم می نماید و بدین ترتیب یک پارچگی اجتماعی، فرهنگی، سرزمینی و سیاسی نیز با مخاطره مواجه می شود. سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران نظام را می توان منطبق با این تحلیل دانست. او فروردین 1401 به کارگزاران نظام توصیه کرد اگر میان خواستهای مردم و مصلحت نظام بودند، مصلحت نظام را اولویت قرار دهند. اگر من و شما در توجه مردم به ما یک منفعتی داریم، یک منفعت هم منفعت عمومی کشور است. اینجا تعارض منافع است. دیگر کدام را مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمان و توجه مردم به خودمان را مقدم دانستیم بر آنچه نفع کشور در آن است، خب این مصدق تعارض منافع است. در سالهای گذشته همانطور که تحلیلگران امنیتی نظام پیشبینی کرده بودند، شکافهای فعال پیش رفتند و در مقاطعی نیز به مناظره بدل شدند. در فاصله دی 1396 تا اردیبهشت امسال ایران صحنه اعتراضهای بیشماری بوده است. در خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراض در سالهای اخیر مردم چند مرتبه علیه تغییر انتقال آب و تخریب محیط زیست به خیابانها آمدند. کارگران ده ها واحد تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف ایران به شیوه‌های گوناگون به استعمار و نابرابری اعتراض کردند. اعتراضات نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد ایران، فولاد اهواز، معادن کرمان و سنگون، هپکوی عراق و نفتکاران تنها بخشی از تصاویر جنبش فعال و پیشرونده کارگری در ایران است که توانست در برخی مواقع حاکمان را تسلیم خواسته خود کند و به کارگران غیر رسمی و بیکاران نیز برسد. جنبش معلمان نیز وضعیتی مشابه دارد. اعتصاب‌های پیوسته به تجمع خیابانی در سال 1397 وسعت یافتن جغرافیایی اعتراض، تشکل‌یابی و سازمانیافتگی بیشتر و پیوند خوردن با جنبش‌های فعال از جمله گروه‌های زنان، دانشجویان و کارگران، این گروه را به یکی از مؤثرترین و ستیزنده‌ترین جنبش‌های اجتماعی بدل کرده است. دیگر جنبش‌های فعال هم مسیر مشابه را طی کردند. فعالان محیط زیست توانستند اعتراض به توزیع ناعادلانه و انتقال آب را از یک مسئله قومی به یک مسئله عمومی تبدیل کنند و همزمان به جنبش معلمان، کارگران، زنان پیوند بخورند. تنها دانشگاه و دانشجویان هستند که در دو سال گذشته تحت تاثیر تعطیلی آموزش حضوری کمرمق شدند. پیشروی جنبش خیزش ها در جامعه ایران تایید کننده تحلیلگران امنیتی پژوهشکده راهبردی وزارت علوم است. این مراکز بهار امسال در تحلیل دیگری به عنوان شناسایی و اولویت بندی چالش های حکمرانی در جمهوری اسلامی از جنبش های نوین اجتماعی که به باور نویسندگان خرد جنبش های در هم تنیده‌ای هستند که اغلب سازماندهی و چارچوب مشخصی ندارند و به عنوان یکی از موانع اجتماعی حکمرانی می کنند. نام برد و در توضیح آن نوشت مرگ یک سیاستمدار یا هنرمند مطرح به روز یک سانه طبیعی و اتفاقات غیرقابل پیشبینی هر کدام می تواند خرد جنبش های اجتماعی را در جامعه ایران فعال نماید. تا مشخص شود در مراکز راهبردی حکومت جنبش و خیزش های اجتماعی همچنان یک پدیده امنیتی و خطرناک هستند که برای ممانعت از پیشروی آنها رای جز سرکوب پاسخگو نیست. رویکرد حکومت برای در برخورد با جنبش های اجتماعی و اعتراض ها نیز تایید کننده استفاده از راهکارهای
تایید کننده استفاده از راهکار توصیه شده در پژوهشکده‌های نظام است. حکومت در سالهای اخیر ده‌ها فعال کارگری، مدافع حقوق کارگران و اعضای تشکل‌های صنفی و مدنی را بازداشت کردند، احضار و زندانی کرده و همراه با آنها به دنبال اعتبار زدایی از تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل از جریان‌های سیاسی خودی بوده است. تا از همپیوندی خورده جنبش و جنبش‌های فعال در هم تنیده جلوگیری کند. شیوه برخورد با کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال 1397 یا بیش از آن با سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سازمان‌های غیردولتی جمعیت امام علی و همکنون با معلمان و درباره و دوباره سندیکای اتوبوسرانی یکسانی این رویکرد را نشان می‌دهد. بازداشت سناریو نویسی و پرونده سازی برای چهره‌های تاثیرگذار در جنبش نهادها اعتبار زدایی منظور از آنچه که قبلا از زبان علی ربیعی وزیر کار در دولت حسن روحانی با بیشینه امنیتی بیان شده بوده است هدایت اعتراض و جنبش ها به مسیر امن و در نهایت بی صدا کردن و مصادره آن، همانند آنچه که بر سر شوراهای کار و خانه کارگر آوردند. بسیار سپاسگزارم از همکاران عزیز که به سخنرانی من گوش دادید. اینجا سخنرانی من تمام میشه. خیلی ممنونم. ممنون آقای گودرزی بابت مطالب خوبی که جمع‌آوری کردیم و ارائه دادیم. چیزی که خوب هست نکته مثبت این قضیه جمهوری ایران این که نمیگیم دیر هست، ولی باز این هم یک امید و یک روشنایی برای آینده ایران، برای آینده کسانی که زجر کشیدن از نظام حاکم بر ایران و سیاست‌های داخلی و خارجی که این نظام ارائه داده. امیدوارم که زودتر نتیجه بخش باشه و نتیجهش آزادی مردم از نظام خودکامه جمهوری اسلامی باشه. دوستان اگر نظری دارید لطفاً بیان کنید نسبت به این سخنرانی. آقای کلوته، مایک برای شما ابتدا آزاد میشه، بفرمایید. بسیار سپاسگزارم جناب حسنزاده عزیز. امروز جناب حسنزاده من همش دارم صحبت میکنم اگه اشکال نداره. واقعیت صحبتات خیلی عالیه. مرسی از این انتخابای قشنگ. از دوستان تشکر میکنم. در مورد این صحبتایی که آقای گودرزی عزیز فرمودن، واقعیت من یه نظری دارم. در مورد صحبت آقای خامنه ای از نظر من یکی از مجموع سیاست هایی هست که طراحی میشه که نقشه بیکفایتی مسئولین رو هم مطرح کنن، هم کم اهمیت رو عادی سازی کنن. یعنی با این تعریف که دخالت دشمن خارجی تمام مشکلات رو، یعنی با این تعریف تمام مشکلات رو طبیعی جلوه بدن و مردم رو مقابل هم قرار بدن. یعنی اینایی که اعتراض دارن واقعیت یه سری مشکلات هست به وجود میاد که میان مردم اعتراض میکنن. وقتی مثلا حقوق کارمندا 10% افزایش پیدا میکنه در صورتی که تورم مثلا 60%، خب واقعیت توانایی مردم میاد پایین، طبیعیه که اعتراض داشته باشن. یعنی این دشمن خارجی مفهومی نداره. ولی با این تعریفی که اینا درست میکنن و یه سناریو سازی انجام میدن و دخالت عامل بیگانه رو میان از طریق یه سری اعترافات اجباری مطرح میکنن تو رسانه ها، دقیقا مخالف ها رو مقابل مردم عادی که نمیدونن جریان چیه میذارن. مثلا یکی که تو جریان حقوق معلمان نیست میگه که خب پس چرا این معلم ها چرا میخوان مملکت رو به هم بریزن. یعنی دقیقا این مردم رو مقابل هم قرار میدن. بعد این باعث میشه که سطح اعتماد و ملیگرایی پایین بیاد توی جامعه همون. یعنی این مردمی که
معترضن، واقعا حق اعتراض به جا هم دارن، وقتی میبینن دیگران ازشون حمایت نمیکنن و سرخورده میشن، خب اونا هم نسبت به بقیه بی تفاوت میشن. وقتی اون موقع حالا کارگرا میان اعتراض میکنن، معلم‌ها میگن شاید اینم به حق، چطور ما اعتراض میکنیم؟ اینا هیچی نمیگن، اینا اعتراض میکنن، ما بیام یه عکس العمل نشون بدیم. بعد دوباره مثلا یه قشر دیگه حالا نظامی‌ها بیان اعتراض کنن، دوباره این دوتا قشر به نسبت به اونا بی اهمیت میشن. یعنی اعتماد بین مردم میاد پایین، ملی‌گرایی سطحش میاد پایین. از نظر من یه سناریوی طراحی شده است که در مقابل مسائل مختلف با یه تغییرات کوچیک میان جایگذاری میکنن، مثلا اون اسامی رو عوض میکنن. الان صحبت شد که جان گودرزی گفتن که آقای خامنه‌ای گفته که تو سخنرانیش که در زمان اوایل انقلاب هم این مسائل به وجود اومده، این کارا رو کردن، دشمن نفوذ کرده تو جامعه کارگری و این صحبت‌ها رو کرده، بعد الان هم اینجوری شده. بعد حالا مثلا معلم‌ها میان این کارو میکنن، دوباره میاد میگه معلم‌ها رو هم یه سخنرانی میشه، دوباره این حرفا گفته میشه. یعنی یه سناریوی طراحی شده است که یه تغییرات کوچیکی توش میدن و اجرا میکنن تا از نظر من البته تا سطح تحمل مردم رو افزایش بدن. یعنی نمیدونم، شاید دوستان در جریان باشن، این داستان پختن قورباغه رو تو آب سرد، نمیدونم، حالا من یه کوچولو تعریف میکنم، یه آب سرد یا یه قورباغه زنده رو میذارن توش، حرارت رو یواش یواش زیاد میکنن، این قورباغه هم یواش یواش گرمش میشه، بعد دیگه در نهایت میپزه. یعنی این آب که به مرور گرم میشه هی سطح تعامل رو میبره بالا تا جایی که دیگه پخته شده دیگه. منظورم اینه که در موقعیت‌های مختلف چالش‌هایی رو به نظر من عمدن به وجود میارن که چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اون دلیل‌های واضحش یکی این که وضعیت معترضا و مخالفایی که الان وجود داره رو بسنجن، و اگر احتمال این هم میدن که ممکنه این وضعیت مثلا چالش‌هایی به وجود بیاره، سنگین‌تر بحران‌هایی به وجود بیاره که اون سناریوهایی که برای حل بحران‌های مختلف طراحی کردن و امتحان کنن. من فکر می‌کنم که اکثر مسائلی که الان به وجود میاد برنامه ریزی شده است و به خاطر اینه که این بیکفایتی مسئولین رو یا کم اهمیت کنن یا عادی سازی، بگن همه جای دنیا اینجوریه و هیچ مشکلی ندارن مردم، ما چون مثلا تحریمیم، ما چون به ما دارن زور میگن، ما چون میخوایم مستقل باشیم، این اتفاقا میفته. ممنونم آقای کرد، مرسی دوباره به من وقت دادیم، سپاس گزارم، خواهش میکنم، مرسی از اظهار نظرتون. جناب آقای شایان بفرمایید، مایک برای شما آزاد. صدا من میاد؟ بله بفرمایید. ممنون از دوستان عزیز و درود مجدد. راجع به کارگران من یک نکته رو می‌خواستم عرض کنم که طبق شریعت اسلام و طبق فقهی که آخونده در حوزه‌های علمیه می‌خونن اینه که حقوق کارگر رو قبل از اینکه عرقش خشک بشه باید بدن. این یک حدیث هست، نمیدونم حالا از کدوم یکی از امامان شیعه. در رژیم ایران نه تن حقوق کارگر رو نمیدن، بلکه اونها رو سرکوب میکنن، شکنجه میکنن، زندانی میکنن و یک سری اتهاماتی بهشون میبندن که اصلا پای و اساس نداره. مظلوم ترین قشر فکر میکنم جامعه قشر کارگره و از اون اسفبارتر قشر کارگر بانوان هست، یعنی بانوان کارگر که حقوقشون نصف مردم هم هست که اون نصف حقوق رو هم بهشون نمیدن. بیشترین فعالیت رو کارگرها در جامعه دارن، کمترین امکانات و دریافتی رو کارگرها دارن و همیشه هم به لحاظ موقعیت اجتماعی این یک به نظر من تأسف باره که تو جامعه ما هست که موقعیت اجتماعی کارگر رو همیشه نازل میدونن. یعنی من فرض کن شهروند وقتی با یک شخصی میخوام صحبت کنم، اگر کارگر باشه یا وضعیت ظاهری مناسبی نداشته باشه، اون رو
زیاد نمیپذیرمش تا شخصی که فرض کنید وضعیت ظاهری مناسب داره یا جایگاه اجتماعی بهتر داره مثل پزشک. اینا مسائلی است که باید از نظر فرهنگی کار بشه، نه تنها دولت بلکه مردم باید به لحاظ فرهنگی آماده بشن واسه این موضوع و روشون کار بشه که کارگر نه تنها قشری هستش که باید بهش احترام گذاشته بشه، بلکه اگر کارگر نباشه چرخ صنعت کشور اون چرخه و کشور لنگ میمونه. اینو من میخواستم فقط این نکته رو یادآوری کنم که در ادامه گفتهای آقای بودرزی مجد. ممنونم. خیلی ممنون آقای شایگان، لطف کردین از اظهار نظرتون. دقیقا برمیگرده به تفکر، نگرش و اون فرهنگی که به هر حال یک جامعه داره. مثالش توی آلمان در مورد صنفیه پزشکان یک مدتی اعتراضاتی شد که پزشکان به دولت وقت آلمان اعتراض داشتن در مورد دستمزد و حقوقشون و توی یکی از این اعتراضات یک جملاتی عنوان شد از این معترضین، در مورد حقوق معلمان هم صحبت شد که در قیاس با حقوق معلمان چرا حقوق ما پایین. و جمله جالبی که خانم آنجلا مرکل گفتن در این مورد که شما انتظار نداشته باشین دستمزدتون از کسانی که شما رو تربیت کردن و به پزشکی رسوندن بیشتر باشه. خب این نگرش یک فرد اول مملکت میتونه خیلی جالب و توجه باشه و اون جامعه قبول کرده این جمله خانم مرکل رو. چرا؟ چون طرز فکر خودشون هم همینجوره. یا مثلا توی سوئد از بانوی پرسیدن که بچه های شما چه کارن؟ گفت بچه اول هم پزشک شده ولی بچه دوم فکر بهتری داشته رفته معلم شده. ببینید این اگر توی یک محیطی رشد پیدا کرده و بزرگ شده و به این خود اون فرهنگ جامعه جایگاه اصناف رو مشخص میکنن، مخصوصا اون کسانی که رسالت آموزش رو دارن. و ما میتونیم اینا رو مقایسه کنیم با جامعه خودمون، جامعه‌ای که رو به پیشرفت داشت میرفت، هر چند نظام دیکتاتوری یا خودکامگی روی جامعه ایران حاکم بود از سالها قبل، از قرنها قبل، اما جامعه ما داشت رو به این میرفت که ما با کمترین بی سواد روبرو بشیم، با بیشترین دانش و همچنین روی فرهنگمون هم داشت کار میشد که این فرهنگی که سالهای سال با بدون تغییر یه جوری جلبک زده بود رو، این جلبک ها رو ما بخوایم پاکسازی کنیم و بتونیم ایده های نو و بروز طبق کشورهای پیشرفته داشته باشیم. ما آسیاییم، ژاپن هم آسیاست، کره هم آسیاست، اما نگرش و طرز فکر کره ها و ژاپنی ها رو میتونیم با ایرانی ها مقایسه کنیم، ببینیم چقدر اونا همت کردن توی تغییر مسیر و تغییر سرنوشت خودشون. کما اینکه خود کره، شبه جزیره کره، جنگ های زیادی داشته، خود ژاپن همینجور در طول تاریخ، ولی درس گرفتن و از این درس استفاده کردن. خب دوستان ممنون که در بحث شرکت کردین. به عنوان آخرین سخنران من میخوام دعوت کنم از سرکار خانم فریده کرمی شیرازی که امروز موضوعی رو انتخاب کردن با عنوان تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت. مایک برای شما آزاد بکنم خانم کرمی، بفرمایید. درود خدمت شما جناب آقای حسنزاده و همکاران محترم. صدای منو دارید؟ بله صداتون واضح. بله صداتون. موضوع سخنرانی جدایی دین از دولت و تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت. هنوز خلوص عشق به اعتقادات و اسلام و پیامبر و ائمه در قلب پاک و ساده و صادق خیلی از هموطنامون موج میزنه. هنوز با وجود اسلام زدگی که یک سری از آخوندهای افراطی منفعت طلب برای مردم به وجود آوردن، امیدشون از دست ندادن و با عشق به ظهور مهدی موعود انتظار نشستند و با عمق وجودشون باور دارن که پاکی و درستی پیروزه.
هر چقدرم که اثر ناراحتی و نارضایتی سیستم حاکمه اینو انکار کنن، بازم تک تک تار و پود وجودشون مهر و فریاد میزنه، انگار که در این 1400 سال با ژن‌هاشون این خلوص و محبت جهش پیدا کرده و قوی شده و جزئی از وجودشون شده. ولی آیا وقت آن نرسیده که جواب این نیت‌های پاک و خالص را به دور از هر حاشیه سازی و سیاست بازی داده بشه؟ حق این مردم بهترین هاست. حتی وقتی شروع به آماده سازی و زمین سازی ذهنی بچه های زیر 11 سال ما می کنن و برنامه‌ریزی های شدید اعمالی در مدارس و مهد کودک ها و ساخت آهنگ های زیبا و تأثیرگذاری مثل سلام فرمانده این خلوص و مهر و تلنگر می زنن، در اوج نارضایتی همین مردم از عملکرد و سیاست نظام و حکومت بازم بازخورد و انعکاس و حمایت می گیرن. به قطع و یقین وقت اون رسیده یک سری تغییرات اساسی و بنیادی در سیستم حاکمه صورت بگیره و دست از سوء استفاده از علایق قلبی و خلوص نیت اعتقادی و دینی مردم بردارن و با وسیله قرار دادن دین برای رسیدن به هدف خودشون به این تقدس قلبی و احساسی هموطنامون توهین نکنن و با آمیخته کردن مسئله سکولارایز و یا دنیوی دولت و حوزه سیاسی آن با دین قداست و ابهتش رو خدشه‌دار نکنن و با روح و روان مردم بازی نکنن. مردم و اسلام و اعتقادات مردم رو وسیله و ابزاری برای نادیده گرفتن، محو کردن و عدم اعمال جمهوریت و دموکراسی که همه مردم خواهان آن هستن نکنن. همونطور که می‌بینیم با ادغام دین و دولت، تبعات حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و حذف مردم سالاری و عدم توزیع و توازن قدرت در بین حوزه‌های سیاسی، اجرایی و قضایی و رخنه فساد در سیستم‌ها و سهولت تعابیر شخصی از قوانین حاکمه و سلیقه‌ای و شخصی اداره کردن امور مملکت برخلاف قوانین عامه به بهانه تفسیر ضد اسلامی بودن آن را در پی خواهیم داشت. اساساً تبیین نسبت اسلام با سیاست قدری دشواره. رابطه اسلام با سیاست یه رابطه صحیح و روشن نیست. این پیچیدگی برمیگرده به این نکته که حوزه دین و حوزه سیاست در عالم تئوری از هم استقلال دارن. دو حوزه فکری مجزای هم خانم هستن. خانم کرمی، معذرت می‌خوام، یه کمی محیط شما الان اوکی میکنه. اگر الان میتونید مدیریت کنید این رو، چون نه صداهای اضافه میاد، من نمیدونم از طرف شماست یا فکر کنم از هم طرف خودم. آره اگر میتونید الان بهتره. الان آره اگه صدای خودتون فقط باشه ممنونم. بعدم یه نکته تذکر بدم که شما 20 تا 25 دقیقه وقت دارین برای سخنرانیتون، لزومی به عجله نیست خانم کرمی. مرسی. آکه مرسی. الان صدایی نیست که، صدای حاشیه‌ای که الان نداریم داریم؟ یه مقدار هست ولی خب امیدوارم که پیش نیاد بیشتر. مرسی. آکه مرسی. اساساً تبیین نسبت اسلام با سیاست قدر دشوار است. رابطه اسلام با سیاست یه رابطه صحیح و روشن نیست و این پیچیدگی برمیگرده به این نکته که حوزه دین و حوزه سیاست در عالم تئوری از هم استقلال دارن. دو حوزه فکری مجزای هم از هم هستند و این استقلال هم ناشی از تفاوتی است که در جنس و نوع موضوعات مطروحه در این دو حوزه فکری هستند و هم به علایقی که این دو حوزه دارند. حوزه دین علایق اصلیش مسئله ایمان و ایمانیات است. کانون اندیشه دینی حول مقولاتی همچون ایمان به خداوند، ارتباط با خداوند، معنویت، اخلاق حسنه، مبدع و مهاد حول این مسائل میچرخه. اما حوزه سیاست در مرکزش قدرت وجود داره. مسائل عمده بدین گونه است که قدرت چگونه شکل میگیره، قدرت در چه نهادهایی باید توزیع بشه، پخش بشه تا حد اکثر رفاه برای اکثریت شهروندان تأمین باشه. اساساً قدرت به چه نحوی مشروعیت و اعتبار پیدا می‌کنه؟ چگونه اصلاً باید اعمال بشه؟ در حوزه اندیشه سیاسی مسائل مطرح هست. لذا هم به لحاظ علایق هم به لحاظ نوع و جنس موضوعات مطروحه و حوزه سیاسی در عالم تئوری و نظر از هم استقلال دارن. مشکل از اینجا شروع میشه که وقتی آدمیان سیاست ورزی و دین ورزی می‌کنند، حفظ استقلال حوزه سیاست از حوزه دینی قدری با مشکل مواجه می‌شود. چرا که اساساً انسان یک کل واحد است، یک مجموعه واحد است. وقتی که انسان عمل میکنه، تصمیم میگیره، انتخاب میکنه، به عنوان یک کل واحد، به عنوان یک مجموعه است که عمل میکنه. لذا باورهاش، اعتقاداش، ارزشهاش در موضع‌گیری سیاسیش دخیل خواهد بود. اینطور نیست که ما بعد بتونیم بگیم باورهای دینی، ارزشهای دینی فرد نباید تأثیر در موضع‌گیری‌های سیاسی او بگذارد.
حتی اگر از مقوله کلانتری هم بخوایم وارد این بحث بشیم، یعنی از منظر حکومت و دولت، باز هم این قاعده صادقه. چرا که حکومت برخواسته از اجتماع، چیزی جدا و منفک از کل اجتماع نیست. لذا باورها، اعتقادات و ارزش‌های افراد یک اجتماع در ساختار حکومت و سازمان دولت آنها هم عیان خواهد بود و بیان خواهد شد. به عبارت دیگه اگه در یک جامعه ای اکثریت شهروندانش علایق عمیق دینی داشته باشن، دیگه اساسا نمیشه اصرار ورزید که دین نباید در امور سیاسی وارد بشه. اساسا تفکیک کردن دین از سیاست در وادی عمل دشوار و عملا امکان پذیر نیست. مرحوم گاندی در این زمینه میگه اونایی که مدعی هستن دین به سیاست ربطی نداره نمیدونن دین یعنی چیه. اما یه تفکیک دیگه هم میتونه مطرح باشه و آن تفکیک نهاد دینی از نهاد حکومت و دولت است. این تفکیک دوم یه تفکیک بسیار مهمه که در جهان مدرن و نظامات دموکراتیک بسیار بر آن تاکید میشود. در این تفکیک دوم اون چه که بر آن انگشت تاکید گذاشته میشود تفکیک نهادها هستند، نه اینکه اندیشه دینی اصلا نباید در سیاست وارد شود. نهاد واژه بسیار مهمی در جامعه شناسی و عالم سیاست است. نهاد در واقع تشکیلاتی است که برای انجام دادن یک کار مخصوصی تشکیل می شود، برای به دست آوردن یک هدف مشخص و برای تامین یک هدف معین تأسیس می شود. لذا اولا نهاد یک تشکیلات و سازمان دارد و دوم ضوابط و مقررات ویژه‌ای هم دارد و سوم اینکه افرادی هدایت و سرپرستی اون نهاد رو به دست بگیرن تا بتونن اون اهدافی، آن برنامه‌هایی که نهاد برای تامین اونا تشکیل شده رو عینیت ببخشن. این اجمالاً معنا و مفهوم واژه نهاده. در جوامع بشری بلا استثنا در همه اونا نهاد دینی وجود داره، یعنی تشکیلاتی که برای آموزش پرورش دینی مردم اجتماع تأسیس میشه، برای تبلیغ و نشر دین به وجود میاد و همونطور برای اینکه امور و فرایض جمعی دینداران رو سازماندهی کنه. شاید بتوان گفت که در قالب اجتماعات بشری مهمترین نهاد روحانیته. کاری به قضاوت ارزشی بودن یا نبودن این نهاد، سود و منفعت اون برای جامعه نداریم، قضاوتی هم نمی کنیم، وارد این قضاوت داوری نمیشیم. در اجتماعات بشری نهادهای سیاسی هم وجود داره که برای قانونگذاری، برای سیاستگذاری، برای تأمین امنیت و نظم عمومی بنیان میشود. و شاید بتوان گفت که مهمترین نهاد سیاسی همون دولته. حال نسبت نهاد دینی و نهاد حکومت چیست؟ آیا این دو نهاد اجتماعی باید در هم تلفیق شوند یا اینکه این دو نهاد باید از هم تفکیک شده مجزا باشند؟ نظریه جدای دین از دولت قائل به اینه که این دو نهاد باید از هم جدا شن، که بعد از رنسانس خاستگاه و زادگاه این نظریه از اروپا بوده. این نظریه کار فکری فراوانی بودش صورت گرفته، تجربه زیست شده در جهان غرب به خصوص اروپا 2000 سال گذشته است. تمام دنیا از جدایی دین از دولت رد شده، ما هنوز در قرن 15 هم گیر کردیم. خیلی مهمه که بعدش چه میخواییم بکنیم. آیا باید در تمام پهنه‌های زندگی با دین مخالفت کنیم، یا اینکه فقط باید دین رو از دولت جدا کنیم، یا اینکه هر دو باید در یه همزیستی مسالمت آمیز قرار بدیم؟ بعضی ها جدایی دین از دولت رو مساوی سکولاریسم یا لایسیته میدونن، به معنی دنیاوی سکولاریسم از ریشه سکولاریسم، یعنی پدیده‌ای که یه چیز دنیاویه، یه سری پدیده‌ها رو دنیاوی می‌بینه، ربطی به دین و آخرت و این چیزا نداره. برخی سکولاریسم رو یک مکتب برای یک شیوه زندگی می‌دونن که در حوزه‌های مختلف زندگی میشه اون رو پیاده کرد. اما وقتی به طور خاص در حوزه سیاست ورود می‌کنه، به معنای عدم دخالت دین در وضع قوانین اداری حکومته. تقریبا 70% کشورها و حکومت‌های دنیا بر مبنای سکولاریسم پایه‌گذاری شده و 30% کشورها فقط کشورهایی هستن که قوانین اونا هنوز تحت تاثیر نهادها و احکام دینیه. ولی در این میان هم دیکتاتوری آخوندی یک رکورد زده، چون حکومت ولایت فقیه تنها دولت در بین 192 کشور عضو سازمان ملل که نه تنها قوانینش قوانین دینیه، بلکه توسط اشخاص به اصطلاح روحانی هم اداره میشه. البته به جز دیکتاتوری آخوندی، خلافت داعش هم از همین ویژگی برخورداره، ولی خود داعش عضو سازمان ملل نیست. شکی در این نداریم که حکومت فعلی ایران حکومت مذهبیه و بر اساس قوانین اسلامی علاوه بر دولت، حتی برای جزئی‌ترین مسائل زندگی و روزمرگی مردم هم تصمیم داشته درستی از اسلام است. در واقع هیچ کس به اندازه آخوندها مردم رو اسلام زده نکرده. اگه کسی خودش رو مدافع اسلام میدونست و ذره دلش برای اسلامی سوخت، آیا حاضر بود این بلا رو سر اسلام بیاره؟ قطعا نه. بنابراین اسلامی بودن حکومت آخوندها قابل تردیده.
سخنرانی علمی نماینده سابق مجلس تو مناظره در یکی از دانشگاه با یک آخوند بدین صورت بود: چرا این کشور دست روحانیته؟ امام قبل از انقلاب گفت تریبون رو برای چند ساعت در روز، فرهنگ را 10 تا 20 سال در اختیار ما قرار دهید. اگر نتوانستیم فرهنگ را درست کنیم خودمان میرویم. حالا نه تنها 10-15 سال بلکه 40 اندی سال است که کل کشور در اختیار شماست. نه تنها 2-3 ساعت بلکه 100 شبکه رادیویی و تلویزیونی و ماهواره‌ای و بین المللی و استانی به طور کامل در اختیار شماست. تریبونای نماز جمعه، مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس، دانشگاه، همه دست شماست. سالیانه میلیاردها بودجه فرهنگی در اختیار دارید. چرا فرهنگ ما بعد 40 اندی سال نتونست تغییر کنه؟ در رأس مملکت چه کسی ولایت مطلقه فقیه است؟ آیا غیر از روحانیت است؟ رئیس جمهور مطابق خواست شورای نگهبان انتخاب می شود. پس متولیان جمهوری اسلامی روحانی هستند. تصمیم گیران شورای نگهبان و خبرگان ملت روحانیت هستند. چرا همه باید از فیلتر روحانیت بگذرند؟ چرا انتخاب مردم رو محدود می کنند؟ با این صحبت ها کاملا مشهوده که الگوی ولایت فقیه تو الان چه امتحانی پس داده و چقدر موفق بوده. حالا این سوال پیش میاد که اگر بخوایم دین رو از دولت جدا کنیم چه الگویی وجود داره؟ جدایی دین از دولت در عصر روشنگری است. ریشه در عصر روشنگری داره. از اون زمان یکی از شاخص‌های دوره مدرنیته جدا شدن دین از دولت بوده و در عمل یعنی اینکه دولت و مؤسسات حکومتی از سیطره مستقیم یا غیر مستقیم دین رها بشن. البته این بدین معنی نیست که مسئولان حکومتی نباید هیچ دینی داشته باشن. رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزرا میتونن در هر کدام هر عقیده‌ای که میخوان داشته باشن، مثلا یکی مسلمان یکی مسیحی، ولی دیگر بر پایه استدلال‌های دینی نمیتونن قوانینی وضع کنن. همین جدای دین از دولت به این معنی نیست که نهادهای دینی حق اظهار نظر در مسائل سیاسی ندارن. مثلا حتما دیدیم که پاپ در مورد انواع مسائل سیاسی اجتماعی نظرشو میده، اما هیچ دولتی موظف به اجرای نظرات پاپ نیست. نظرات پاپ میتونه روی رای دهندگان به یک حزب سیاسی تأثیر خودشو بذاره، چون رای دهندگانی که پیروی از نظرات پاپ اعتقاد دارن دقت میکنن ببینن برنامه‌ای کدام حزب بیشتر با نظرات پاپ رو اجرا میکنه، به اون رای میدن. از این جهت نظر پاپ میتونه تاثیرگذار باشه. مشکل دیگری که در یک حکومت غیر دینی باید حل بشه آزادی مذهبه. برای مثال در اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا توی قرن 18 در سال 1791 این ماده وارد کنگره شد. کنگره در خصوص ایجاد مذهب یا منع پیروی آزادانه از آن هیچ قانونی وضع نمی‌کند. معنی این قانون اینه که کنگره اجازه نداره هیچ دینی رو به عنوان دین رسمی انتخاب کنه، ولی از اون طرف هم حق نداره که هیچ کسی رو از پیروی هیچ دینی باز داره. یعنی هر کسی که خواست میتونه مسلمان یا بودایی باشه و برای خودش هم مسجد و معبدشو درست کنه. قانون هم نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی در این قانون هم جدایی دین از دولت تأمین شده و هم آزادی مذهب. البته در بعضی کشورها به جای جدا کردن دین از حکومت یک نقش تشریفاتی به دین دادن، مثل انگلیس که ملکه اون همزمان رهبر کلیساش هم هست. ملکه از فعالیت سیاسی و هر گونه دخالت در تصمیم گیری کشوری منع شده. یه جنبندی کلی بخوایم بکنیم، جدای دین از دولت یکی از شاخصهای دموکراسی مدرن امروزیه. البته جدای دین از دولت به معنی حذف دین از جامعه نیست، بلکه آزادی ادیان و مذاهب هم باید در قوانین جامعه تامین شده باشد. در این صورت دیندارها هم می توانند آداب و شعائر خود را داشته باشند، ولی دیگر به عنوان یک صاحب منصب دینی نفوذ ویژه‌ای در اداره حکومت ندارند. در واقع همه شهروندان اعم از بادین و دینی بیدین با حق رأی مساوی در یک روند دموکراتیک در حکومت در تعیین حکومت و قوانین کشور شرکت کنند. همه چه بادین و چه بیدین می توانند بالاترین مناصب حکومتی را به خودشون اختصاص بدن و به عهده بگیرند. دین دولتی یا دولت دینی یا دولت دینی همون خلافت به گور سپرده شده قرون وسطا بوده که آقای خمینی با عنوان جمهوری اسلامی از گور در آوردش. نه دین بر دولت حاکم باشد و نه دولت دین را کنترل کند. پس در نتیجه نهاد دینی و نهاد دولتی و حکومتی باید از هم تلفیق شوند و ادغام این دو نهاد قطعا اختلالاتی در قانونگذاری، سیاستگذاری و تأمین امنیت و نظم عمومی ایجاد می کند. نظریه جدایی دین از دولت قائل به این است که این دو نهاد باید از هم مجزا باشند. مهمترین نهاد سیاسی دولتی که وظیفه قانونگذاری، سیاستگذاری، تأمین امنیت و نظم عمومی را دارد. مردم سالاری دینی اصطلاح تازه و پدیده است که آخوندها قصد دارند به عنوان روش عملشان به ذهن مردم بخورانند. حکومت اسلامی در واقع حکومت خود آقای خمینی است و فقط دیکتاتوری ولایت فقیه. مردم کجا توانستن تغییراتی که میخواهند را با رأی و نظر خودشون اعمال کنن؟ پرواضحه که همیشه رأی گیری فقط یک جنبه تشریفاتی و نمایشی داشته و همه چیز از پیش تعیین شده است و جز فریب آحاد مردم و دنیا هدف دیگه‌ای نداشته.
در ظاهریه که مردم میتونن اعضای خبرگان را انتخاب کنند، اما آیا هر کس را که خواستن میتونن انتخاب کنند؟ نه، فقط کسانی که شورای نگهبان تایید کرده رو میتونن انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان چه کسی انتخاب میکنه؟ 6 نفر اون رو خود ولایت فقیه انتخاب میکنه، 6 تا دیگر رئیس قوه قضاییه. یعنی در واقع میشه گفت رئیس قوه قضاییه قدرت معادل ولایت فقیه داره؟ نه خیر، نمیتونیم اینو بگیم، زیرا رئیس قوه قضاییه رو خود ولایت فقیه انتخاب میکنه و بدن نهایی آدمایی که از این سیستم رد میشن و به اصطلاح با رأی مردم در خبرگان میشینن، یک بار در عمرشون یک ولی فقیه مادام العمر انتخاب میکنن، ولی فقیه که تمام اختیارات مملکت دستشه و هر وقت هم که خواست میتونه حکم حکومتی بده. احکام حکومتی حالا چیه؟ احکام حکومتی احکامیه که از اختیارات ولایت مفوضه الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی میشه و که در پرتو آن با توجه به مصلحتی که تشخیص دهد حکمی را صادر کند. در واقع مدعی این هستن که ولی فقیه اختیاراتش رو خدا بهش داده. در واقع مردم هیچ نقشی ندارن و این قدرت مطلق ولایت فقیه رو خدا بهش داده. و این یکی از تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت رو دوباره میبینیم. میبینیم که چقدر مستدل با استفاده از این مردم سالاری رو زیر پا گذاشته و خرافاتی ساختگی و با بازی با یک سری کلمات قدرت مطلقه ولایت فقیه رو توجیه میکنند و میگن که بدین واسطه اختیار این را دارن که هر وقت لازم شد و خواستن میتوانند برابر مصلحت نظام حکم صادر کنند. حالا این مصلحت نظام چه داستانی داره؟ چرا که فقط ارگانی با نام تشخیص مصلحت نظام بهش اختصاص داده شده که مصلحت نظام یعنی هر چیزی که به بقای نظام ربط داشته باشه و این ارگان در کل نقش مشورتی داره و در اساس حرف آخر رو خود ولایت فقیه میزنه. بر اساس این مصلحت نظام ولی فقیه میتونه حکم حکومتی بده، مثل حکم قتل عام زندانیان سیاسی که در سال 67 خمینی داد. بعدم به منتظری نوشت که مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیزی است و همه باید تابع آن باشند. ببینیم که دوباره به تبع آن دین محوری و حکم دولتی رو برای خودشون توجیه کرده و جنایاتی بزرگ رو رقم میزنن. اما یکی از تناقضات مهم این نظام اینه که وقتی ولایت مطلقه فقیه وجود داره، حضور رئیس جمهور برای چیه؟ که پروازهه که رئیس جمهور هم فقط نقش تشریفاتی به جهت جمهوری قلمداد کردن نظام در مقابل دیکتاتوری تصور کردن آن دارد که به کرات با مخالفت و مشکلات تابعه آن نیز روبرو هستیم. مثلا آقای روحانی صبح جمعه مثل همه مردم از خواب بیدار میشه و از گرون شدن بنزین 24 آبان 98 مطلع میشه. این صحبت آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کاملا با این تفاصیل توجیه پذیره. دین و آموزه‌های دینی جهت اخلاقیات، الهیات، راه و روش زندگی، باورهای مردم که گاهن با خرافه در موارد دین‌زدگی و افراط همراه میشه، نمیتونه مبنای قانون‌گذاری حکومت باشه. وقتی بحثی در مورد مسائل اخلاقیات و آموزه‌های دینی و فرازمینیه که قابل دیدن نیست، خارج از قوه درک ما هست، پس بهتر به همون الهیات سپرده بشه، نه به مسائل مشکلات روزمرگی مردم که قابل دیدن و درک کردن هستن و دنیوی و جدایی از الهیات هستن. مثلا تو ایا صوفیه استانبول بر این باورن که اگر انگشتانشان داخل یک سوراخ دیوار کنند و دعا کنند، دعایشان برآورده میشه، صف میکشند و انجام میدن. آیا واقعا میتوان با این بازخوردی که خرافه پذیر و انحرافی بوده و پتانسیل بافتن چنین خود از خود اولاتی رو داره مملکت داری کرد، به واسطه این خرافات راه برای اشتباه رفتن به واسطه دین محوری در مملکت داری و قانون گذاری بسیار زیاد است. دین رو به تمام مردم دنیا میشه معطوف کرد، همه رو میشه زیر سایه اونا برد و به همه انسانها تعلیم داد، تأمین داد، ولی آیا قوانین مملکت و یک کشور رو میتوان به همه مردم دنیا تأمین داد؟ قطعا خاص آن کشور است، خاص آن مملکت است. آیا همه مردم یک کشور تابع یک دین میباشن؟ قطعا همه مردم یک کشور تابع یک دین نمیباشن و دینهای دیگر مثل مسیحیت، یهودیت و غیره نیز میباشن و یا اصلا دین ندارن. این که ما دین و اصول دینی خاصی را برای دولت در نظر بگیریم، عدالت را رعایت نکردیم و از قاعده همه شمول دولت تخطی کردیم. آیا میتونیم بگیم این دولت فقط مثلا مال مسیحیان این کشوره و دولت کاری به یهودیان و مسلمانان و غیره نداره و دولت اونا نیست؟ قطعا چنین چیزی نمیتوان ترک کرد و حتی اعتقادات دولت مردان و عقاید دینیشون نباید رو مملکت داریشون عادلانه رفتار کردنشون تاثیر بذاره. قوانین و دستور عملهایی که مربوط به 2000 یا مثلا 1400 سال پیش هست رو نمیشه مبنای مملکت داری اداره امور کشور و قوانین و حقوق و قضاوت قرار داد. در دنیایی که روزانه شاهد تغییرات و تحولات و تکامل و پیشرفت و حتی جهش ژنتیکی هستیم، دامن زدن به کوچک کردن محدودی دین و منطق واقعی واقعا حماقت. دولت باید با دید شرایط حال مردم و برای مردم قوانینش رو وضع کنه و دستورالعمل‌هاش رو سالانه حتی ماهانه اصلاح و اجرا کنه و تعالیم آموزش و پرورش رو. حتی با یک دست نوشته 2000 ساله یا 1400 ساله نمیشه مملکت داری کرد.
فقط به این دلیل که خدا گفته قابل توجیه و منطقی نیست. همون خدایی که آفریننده ماست باعث این همه تغییر تحول از 1400 و یا 2000 سال پیش تا هنوز شده است. خدایی که خود سمبل تکامل و تغییر بشریت و کمالجو است و سیر به آفرینشی بی‌نقص رو در جهان رقم میزنه، چطور میتونه ما رو در 1400 یا 2000 سال پیش نگه داره و بخواد که اونجا بمونیم؟ قطعاً باید تکامل پیشرفت کنیم و در جا نزنیم و از طرفی قطعاً نباید از آن موقع عقب‌تر برویم، کاری که افراطی‌های در حال حاضر می‌کنن. در آن زمان شاید لازم بوده که در آیت الکرسی روزی 1000 بار بگن که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، هیچ اکراهی در دین نیست از رشد و یا گمراهی، ولی بعد بگویند خروج از دین سزایش مرگ است. ولی آیا این قواعد را میتوان به این زمان تضمین داد؟ و آیات و نوشته های بسیار نمونه این که مثلا جنگ و کشتار را حرام میدونستند و جهاد را عبادت و خیلی آیات دیگه. این قوانین مربوط به 1400 سال پیشه، قطعا اون را نمیتونیم به زمان حال تضمین بدیم و مسائل و مشکلات دستورالعمل جدید باید متفاوت با اون زمان باشه. قطعا ما نیاز به تکامل و پیشرفت داریم و نظر و منطق خود داریم، اما بیشتر از همه نیاز به اداره حکومت و وضع قوانین بر پایه استدلال‌های غیر از استدلال‌های دینی هستیم. نهادهای دینی حق اظهار نظر دارن، میتونن روی رأی دهندگان، روی حزب سیاسی تاثیر بذارن. این از شاخص‌های دموکراسی مدرن امروزیه، اما مستقیم نمیتونن دولت و حکومت رو دست بگیرن. قطعا ما باید آزادی ادیان و مذاهب هم در نظر بگیریم و تضمین کنیم اونا آداب خودشون رو داشته باشن. در واقع همه شهروندان با حق رأی مستقیم با یک روند دموکراتیک در تعیین حکومت و قوانین کشور شرکت میکنن. قطعا یک کشور نمیتونه این مذهب رو مذهب رسمی خودش قلمداد کنه و بقیه ادیان رو محدود نماید. آزادی ادیان و مذاهب مطلبی بسیار مهم است که باید تضمین شود و این رسمی اعلام کردن یک مذهب در یک کشور خلاف عدالت و حقوق بشر است. ممنون از وقتی که گذاشتیم و حوصله‌ای که به خرج دادیم. سپاس از شما، سپاس از مطالب خوبی که اشاره کردیم. جوری با هیجان این مطلب رو اجرا کردین خانم کرمی شیرازی که اصلا خود من واقف شدم برای این قضیه که حتما دین از دولت باید جدا باشه. راستش خیلی پرهیجان و خوب بود، جدی میگم. امیدوارم حالا سخنرانی بعدیتونم مطالب بهتری ارائه بدین. اما از اینجا بگم که هر جا اسم دینی اومده، مخصوصا توی این قرن‌های اخیر، خب اون صاحب دین وجود نداره دیگه از خودش دفاع کنه. ما میبینیم توی تمام ادیان شاخه‌بندی های فراوانی شکل همین موضوع خودش نشون میده که توی ادیان مختلف طبق آره‌بندی شده یا به مسیر انحراف کشیده شده. حالا بحثی هم اینجا نیست که اصلا دین وجودش لازم هست یا نه، کاری نداریم، اینا همه شخصیه. خانم مرکل عضو حزب دموکرات مسیحی این کشور آلمان بود، الان آقای شولز که دستیار ایشون بود از حزب اسپده، یه حزب جدای دیگه، الان شده جایگزین خانم مرکل. و خیلی جالب، آقای شولز میگه من اصلا ایماندار نیستم، خیلی رک میاد میگه. حالا من کاری به سیستم سیاست داخل خارجی آلمان نداشته باشم، برای من جالبه که یک مرد اول مملکت یا حداقل یکی از سران مملکت میاد آزادانه این حرف رو میزنه، میگه من اعتقادی به چیزی ندارم. کسی هم نباید بهش ایراد بگیره چون نظر شخصیشو گفته. خب یک همچین مسئله مسلما باید از حکومت خارج باشه چون کاملا یک چیز شخصی. ممنونم به هر حال از خانم کرمی شیرازی بابت سخنرانیشون. اگه دوستی در این مورد نکته در مورد تبعات دین محوری یا ادغام دین و دولت اگر نکته دارین لطفاً دست بالا کنید. خب دوستان، چیزی که مسلم هست این که ما الان به تایم وقت آزادمون رسیدیم و مشارکت شما عزیزان رو من خواستارم توی این بخش. در کلام خانم کرمی شیرازی هم شنیدیم در مورد نوع انتخاباتی که توی ایران انجام میشه و اصولی که یک انتخاب کنیم. بحث آزاد امروزمون رو حق انتخاب
یا انتخابات در ایران گذاشتیم. چرا؟ چون شاهد بودیم که گسترده ترین اعتراضات کشور در سال 88 خرداد ماه به واسطه اون انتخابات قضایی اتفاق افتاد و به یاد اونها در تحریم کانون این جمله نوشته شده بود و ما به احترام این از دست رفتگان و خانواده هاشون گفتیم که امروز در این موضوع بحث کنیم و به یه نتیجه خوب برسیم با تبادل نظر با هم دیگه. اینکه یه مطلب اولیه رو بنده میگم و منتظر شنیدن نظرات شما هستم. خب انتخابات یک فرصتیه، یعنی که برخورداری از یه فرصتیه که یه شخص، یک شهروند بتونه از میان چند تا یا حداقل دو تا پیشنهاد بتونه یکیشو آزادانه با رأی خودش انتخاب کنه. طبق همین اصل موضوع اساسی و به هر حال قانونی که میتونه هر انتخابی داشته باشه اینه که انسان نگاه کنه ببینه اون پیشنهادها، همون دو یا چند پیشنهادی که وجود داره، تا چه اندازه واقعیت دارن. یعنی ساخته دست یک حزب یا یک گروه یا یک ایده و مرام نیستن. آیا میشه راحت تصمیم گیری کرد که یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کرد؟ آیا شما آزادی این رو دارید که این گزینه‌ها را انتخاب کنید؟ من اشاره میکنم به اصلا ریاست جمهوری. حالا شاید توی زمینه نمایندگی مجلس انقدر تعدادهای کاندیدها زیاد هست در محله ها، شهرها، بخش های مختلف کشور، استان های مختلف که نشه بررسی کرد، ولی حداقل به ریاست جمهوری میتونیم ارجاع کنیم. در طول این انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای شروع این انقلاب صورت گرفته تا به الان، چه گزینه هایی رو مناسب انتخاب شدن میدونستید؟ همه ما قانون اساسی رو میدونیم، اختیارات رهبر تو حوزه های مختلف مخصوصا توی قضیه انتخاب مشاغل مختلف مثل رئیس قوه قضاییه، مثل فقهای شورای نگهبان، همه اینا رو میدونیم. من فقط میخوام بررسی کنیم چه بایدها و نبایدهایی باید توی یک انتخابات وجود داشته باشه تا کشور ما، شهروندان ما به راحتی بتونن این رو انتخاب کنن و جزء گزینه‌شون رو انتخاب کنن و کشور ایران نه یا جزء کشورهای جهان در رتبه 127 قرار بگیره توی مورد انتخاباتی و فقط کشور جیبوتی و سوریه باشن که بعد از ایران در رتبه‌های 128 و 129 هستن. این رو من نمیگم، این رو یک پروژه‌ای که دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی مشترکاً این رو انجام دادن، مقایسه کردن. شاخصه های بحثشون هم آزادیه ولی توی نظام‌های خودکامه که ایران رو متاسفانه در ردیف 127 کشورهای دنیا قرار داده. خب دوستان، این که شما بگید که فاکتورهای اساسی که یک انتخابات باید داشته باشه تا به شکل یک انتخابات آزاد باشه اول چی هست و آیا توی ایران تا حالا همچین فاکتوری وجود داشته یا نه، ممنون میشم که نظر خودتون رو در حد 3 دقیقه بگید تا بقیه دوستانم بتونن توی بحث شرکت کنن. خانم زهرا یزدی هاشمی، مایک برای شما آزاده. ممنون که در بحث مشارکت دارید. درود به همگی، امیدوارم که حال همگی دوستان و همکاران عزیز خوب باشه. به نظر من برابری و حق انتخاب وقتی که در ساده ترین چیز، یعنی یک انسان ساده ترین چیزی که میتونه حق انتخابش رو داشته باشه، نوع زندگیش، نوع پوششش هستش که ما میبینیم تو ایران اصلا به هیچ عنوان این حق رو به آدم ها نمیدن. یعنی در اصل خانوما ساده ترین چیزی که میتونن داشته باشن حق انتخاب پوشششون هست که اونجا ندارن. حالا این بحث فراتریه که تو ما بخوایم انتخاب کنیم کی برای ما تصمیم بگیره.
خب 100% این انتخاب هم به ما نخواهند داد و میتونم بگم که یه آرزوی محاله تو ایران که خود مردم فقط میتونن این رویه رو تغییر بدن با همبستگی، با اطلاع رسانی، با آگاهی که امیدوارم به مرور زمان این اتفاق بیفته. من نظر خودم ممنون خانم هاشمی. شما مد نظرتون این هست که چون ما به هر حال کوچکترین حق انتخاب های شخصی خودمون رو نداریم، پس به این دلیل انتخاب های بزرگتر که به هر حال شرکت توی مشارکت توی انتخاب یک رئیس جمهور یا نماینده هست، اون را هم نمیتونیم انجام بدیم. دقیقاً با وجود مثل... بفهم. میخواستم شما موقع که اظهار نظر میکنید خب نتیجه گیریش رو بکنید، فقط صرفاً به این که حالا بانوان حق انتخاب پوشش خودشون رو ندارن، این چیزی که انتخاب شده سال 1357 مردم، اکثریت مردم این رو انتخاب کردن. اگر نه روز دهم فروردین 1358 همه رفتن توی رفراندوم شرکت کردن، به نظامی به نام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن. آیا این انتخاب انتخاب بانوان نبوده؟ این 98.2% که به جمهوری اسلامی ایران آری دادن، چند درصدشون بانوانی بودن که میخواستن جمهوری اسلامی بیاد به جای حالا حکومت پهلوی؟ بله، من یه سوال از شما دارم. وقتی که توی انتخابات سال 88 انقدر واضح گفتن سکوت کنید و همینی که هست و حتی کشتن خیلی ها رو، از کجا میشه واقعا به این پی برد که اون انتخابات اون سال واقعی بوده؟ 100% نمیشه که اینو بهش رجوع کرد به عنوان اینکه همه رأی مثبت دادن، 98% رأی مثبت دادن. به نظر من اونم یه انتخابات دروغی، یه رفراندوم دروغی بوده از طرف دولت و اینکه نه فقط بانوان، آقایان هم خیلی انتخابات ساده و چیز معمولی رو ندارن و نمیتونن داشته باشن. درست میفرمایید. سال 88 رو که شما مثال میزنید، اصلا یک روند کلی رو من مد نظر شما قرار میدم، لطفا فقط در موردش فکر کنید، اینکه بخواین اظهار نظر داشته باشید خیلی خوبه، ولی آیا اگر رنگ آبی که قطع و وصل میشیم متاسفانه آقای حسنزاده، قرمز میامد یا برعکسش رنگ سبز حاکم بر جمهور؟ الان کلن صداتون نیست آقای حسنزاده. خب من یک بار دیگه میگم خدمتون، الان صدا خوبه؟ الان بله. بله، میخواستم یه روندی رو به هر حال مد نظر قرار بدین، این که در طول تاریخ ایران تو این 43 سال گذشته، به هر حال شما فکر کنید سال 88 میر حسین موسوی انتخاب شد با نظر جوانها، با نظر کسانی که بهش اعتقاد داشتن و اینا، فکر کنید انتخاب میشد، آیا روند اقتصادی کشور، سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی داخلی و خارجی، آیا فکر می‌کنید رنگ دیگه‌ای می‌گیره؟ مگر سال 76 دوم خرداد 22 میلیون رأی دادن به آقای خاتمی، چه خوشحال شده آورداد و که اصلاح طلبها از اون در آقای خاتمی ردیف بودجه صادر کرد بر
همین نهادهای دولتی که تمام دوستان نهادهای تبلیغاتی و جمهوری اسلامی و ایدئولوژی دارن اسم میبرن. من میگم نظر شخصیمه اینه که چه موسوی انتخاب میشد، چه احمدی نژاد، چه ری شهری یا هر کسی دیگه مثل کروبی، این سیستم و برنامه‌ای که به این کیت الکتریکی جمهوری اسلامی داده شده تغییری نمی‌کنه و همینجور رو به زوال، رو به فروختن مملکت، رو به از بین بردن حقوق مردم و نقض حقوق شهروندی پیش میره. هیچ تفاوتی وجود نداره. الان من تو یک جمله بهتون گفتم که شما باید بین دو یا چند انتخابتون ببینید که آیا موضوع قانونی و اصلیش اینه که آیا این پیشنهادهایی که ارائه شده چقدر واقعیه. توی زمان آقای احمدی نژاد دوره دومشون، آقای موسوی چقدر گزینه واقعی برای ریاست جمهوری ایران بوده یا آقای کروبی؟ مردم ما متاسفانه درگیر فریب و بازی‌های سیاسی جمهوری دقیقا. اسلامی ایران میشن. من مطلبم اینه، ما میخوایم امروز اینو بررسی کنیم، بایدها و نبایدهایی که مردم باید بهش آگاهی پیدا کنن که به این نتیجه برسن که این انتخابات پیش رو انتخابات سالمی میتونه باشه. اون بایدها و نبایدها چی هست؟ این رو با هم بررسی کنیم. ممنونم. دقیقا همینطور هستش و منم موافق هستم و برای همین میگم اصلا کلن وجود این نظام اشتباهه و رفتن و در انتخابات شرکت کردن اشتباهه، چون خودمون رو زیر سوال میبریم. ما باید بدونیم که باید بدونیم که هر کسی که بیاد و برای انتخابات در واقع کاندید بشه، یکی از خودشون و در نهایت کاری قرار نیست برای مردم انجام بده. دقیقا. ممنون از شما که مایک رو در اختیار من گذاشتید. خانم کرمی شیرازی، شما هم دستتون بالا بود، میخواین صحبت کنی؟ مایک برای شما آزاد. آقای حسن‌زاده، اینکه حالا ما بخوایم یه انتخاباتی رو بگیم، حالا مثلا یه سری فاکتورها هست، اگه این فاکتورها رو استفاده کنن قطعا ما میگیم که این انتخابات سالم و باورشون میکنیم و میگیم خب این دفعه دروغ نیست و خب حالا میایم این شخص مورد نظرم انتخاب میکنیم. درست، ما میایم میگیم که آقا همه این دفعه نمیخوان گولمون بزنن، این دفعه نمیخوان دروغ بگن، این دفعه اون افرادی هم که اومدن و به هر حال کاندید شدن برای ریاست جمهوری، درسته از فیلتر دوباره روحانیت گذشتن، ولی خب افرادی بودن که از خود مردم، از خود مردم برخواستن. درسته ما انتخاب کردیم، اصلا انتخابم کردیم، اصلا اون چیزی که ما انتخاب کردیم شد. در نهایت میخواد چی بشه؟ در نهایت بازم ولایت مطلقه ولایت فقیه رو داریم، حکومت مطلقه ولایت فقیه رو داریم، بازم در آخر ما کاری از پیش نمیبریم. همه اینا هم که انجام بشه، همه اینا هم که بخواد درست انجام بشه، که من فکر میکنم سیاست بعدی دولت جمهوری اسلامی هم باشه، بازم راه به جایی نمیبره. تا وقتی که ولایت مطلقه فقیه رو ما داریم تو رأس حکومتمون، به هیچ جا نمیرسیم، هیچ کاری نمیتونیم از پیش ببریم. بحث من اینه. خب به هر حال مثلا توی انتخابات سال 88، حالا به هر حال از لحاظ اجتماعی و بلوغ فکری ما در یه سن کوچیکتری بودیم اون موقع، باور کردیم، اومدیم هممون توی جنبش خیلی همگانی. والا یه خاطری از خودم بود، من اومدیم و میرحسین مساوی رو قبول کردیم و همه خواستیم و با همه حالا تبلیغاتی که براش کردیم و رفتیم بهش رأی دادیم. آقای حسن‌زاده باور کنین من تا 2 ماه تو خونه بیرون نمیتونستم بیام، هیچ جا نمیتونستم برم، افسردگی شدید، نه فقط من، خیلی از دوستای من، خیلی از کسایی که ما با هم داشتیم کار میکردیم، همه افسردگی شاید. شاید ما اگه مثلا اینقدر نشکسته بودیم، تو خونه نمونده بودیم، شاید یکی از کشته شده ها بودیم. ما دیگه نتونستیم اصلا بیرون بریم، اصلا دیگه همه چی برامون تمام شده بود، دیگه به اون نتیجه رسیدیم که آقا هیچ فایده ای نداره، اصلا اینا همش دروغه، همش فریبه، باید مردم همه به این نتیجه برسن. چیزی که باید درست بشه اساسه، چیزی که باید درست بشه ریشه است.
اینا همش بازیه، همش فریبه. چیزی که خمینی روز اول گفت ما خودعه زدیم، ما نیرنگ زدیم. آقای خمینی با خود و نیرنگ اومد این سیستم رو روی کار آورد، اومد خودش رو جا کرد اینجا. خب دیگه اینم الان سیر همونه دیگه، هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. باید ریشه درست بشه. ممنون از وقتی که بهم دادید. بله، حق با شماست و دقیقا مطلب منم همین بود که گزینه‌ها گزینه‌های واقعی و حقیقی نیستن. گزینه‌ها گزینه‌هایی هستن که مردم و ذهن مردم به طرف اونها بره و متاسفانه مشغول بشه. میبینم دوستان یکی یکی میخوان اظهار نظر کنن. خیلی ممنون که توی 3 دقیقه رعایت میکنید. آقای پورتندرست، مایک برای شما هست. با درود، خسته نباشید، خدمت همکاران عزیز صدای من هستش. بله. ببینید از فروردین ماه سال 58 تا الان که اولین همپرسی جمهوری اسلامی 10 بود دیگه، دهه فروردین 58 بود، حدود 40 تا انتخابات به اصطلاح خودشون، البته حالا ریاست جمهوری، حالا همه چیزایی که خودشون ایجاد کردن، خبرگان رهبری شورا و و انجام شده. و در تمام این دوره‌ها مشروعیت این انتخابات از طرف منتقدها و مخالفانی که حالا چه داخل کشور هستن یا خارج به طور جدی اصلا رد شده. یکی از این اصلی ترین انتقادات هم نظارت استصوابی که هست که وجود داره، اون رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که بوده و هست و ادامه داره. در از این نظارت استصوابی که وجود داره خودش فیلتر گذاری میکنه، خودی رو از ناخودی جدا میکنه. تازه همون خودی ها هم خودشون چند دسته هستند، باید حتما ذوب در ولایت باشن، با اونم با قرائت ویژه‌ای که حالا بعضیا دارن و خود علی خامنه‌ای هم مدعی اون هست. حالا بر اساس پروتکل هایی که سازمان ملل و همکاری اروپا اینا دارن، انتخابات باید 3 پروتکل، 3 حوزه داره که قابل رصد هست. یکیش خود کارزار انتخاباته، یعنی باید پیش از این که انتخابات آغاز بشه کاندیداها باید خودشونو به طور بی‌طرفانه، یعنی که همه مساوی معرفی کنن و دفاع بکنن از اون ایده و چیزی که دارن. دومی روز خود رأی‌گیری هست که باید آری از هر گونه حقوق بازی و اون چیزایی که ما می‌بینیم در ایران، رأی‌های کاذبی که هست توی صندوق‌های رأی هست و تهدیدی که شهروندان رو انجام میدن برای رأی به فلان کاندید مثلا رأی بدید، این دومی هست. و سومی این که بخش شمارش آراست که خیلی مهم هست، که روی خیلی مشکل هست، که بر اساس سازمان اون پروتکل‌هایی که سازمان امنیت و همکاری اروپا داره باید یک سری ناظران محلی و بین‌المللی باشند روی شمارش آرا نظارت بکنن، که نفوذ کاندیداها اون باعث عدم شفافیت نباشه. خب جمهوری اسلامی تو این 40 سال 40 خوردی سال اندی که ما شاهدش هستیم کدوم یکی از همین ها رو رعایت کرده؟ در نتیجه این که این فرایند به صورت کلی سوری و نمایشی هست، صرفاً رأی‌گیری هست و نه انتخابات به نظر بنده. البته ممنون از وقتی که به بنده دادید. خیلی ممنون. نه تنها انتخابات در جمهوری اسلامی، خود لحن جمهوری اسلامی هم یک بازی و متاسفانه یک چیز نمایشی هست. قانون اساسی جمهوری اسلامی به موازین دین مبروی قانون اساسی فرانسه نوشته شده. خب میبینم دوست عزیزی هم دست بالا میکنه، من مایک رو برای شما آزاد میکنم. آقای حسینی نژاد، خانم رهایی، بفرمایید. سلام جناب حسن‌زاده عزیز و خسته نباشید خدمت همه همکاران. دیگه هم خودتون هم تقریبا دوستان همه اشاره کردن، واقعا توی ایران حالا انتخابات و اون حق انتخاب نمایشی که به مردم توی هر 4 یک بار داده میشه، دیگه به نظر من بعد از این 43-44 سال دستشون رو شده و این یه بازیه که
هر چهار سال اینو یه جوری طبق اون خواسته خودشون که حالا تصمیم گرفته شده چه کسی سر کار بیاد، یه بازی رو شروع میکنن قبلش و کسی، حالا به قول شما زمان خاتمی دیدیم که اکثریت جامعه رفتن و به خاتمی، حالا گفتگوی تمدن‌ها بود و اینو با اجازه خودشون، البته اینا همش یه بازی نمایشی داده میشه که مردم رو مثلا به کدوم سمت و سو تشویق کنن یه جوری، و مردم هم هر بار حالا خواسته و ناخواسته درگیر این بازی میشن. و مثلا حالا زمان میرحسین بود که حالا خودشون، چون همه اینا اوایل انقلاب و سال 67 و همه اینا به نظر من باید دستشون برای مردم، همون میرحسین موسوی خودش کم جنایت انجام نداد، هر کدوم از اینا فقط یه بازی نمایشی رو ایجاد میکنه به نظر من، هر چهار سال یک بار، یا همین امسال فقط برای همین زمانی که الان تصمیم گرفتن که رئیسی بشه رئیس جمهور، اینا همه چیز از قبل برنامه ریزی شده توی این نظام دیگه، به نظر من دستشون بر رو شده باشه. و الان به نظر من خودشون چه مردم، حالا کسی دیگه رو جلوش قرار میدادن، هر کاری میکردن این اسم از تو این صندوق بیرون میومد، چون میخواستن، حالا این زمان زمانی بود که واقعا میخواستن نظام رو یک دست کنن، همه با هم سرکوب و این چیزایی که الان داریم میبینیم، و هدفشون این بود که بخوان سرکوب رو بیشتر کنن و کل نظام الان یک دست شده و همه با هم هماهنگن و هر کاری میخوان الان عملا دارن انجام میدن دیگه. و حالا تا ببینیم اگه تا چهار سال دیگه دوام آوردن و امیدوارم نیارن، ببینیم چهار سال بعد بازیشون چیه و کیو میخوان مثلا علم کنن، چون این واقعا فقط انتخابات یه چیز نمایشیه تو ایران. مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادین، ممنون. خیلی ممنون خانم رهایی که در بحث شرکت کردیم. فاکتورهای مهم یک انتخاب آزاد اینه که قانون اون کشور یک قانون مشروع باشه و یک قانون مستند، بشه بهش استناد کرد، بشه بهش رجوع کرد. متاسفانه در مملکت ما همونجور که دوستان بحث کردن، همه به این نتیجه گیری میرسن که اول نظام جمهوری اسلامی ایران نظام کارآمدی برای کشور ایران و مردم ایران نیست، در سطح این مردم نیست. دوم قانون‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران خودش نوشته پر از ایراد و تناقض. تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متاسفانه یک تایید فرمالیته بوده که در بعد از این کشتارهایی که آقای تفکری گفت در سال 68 به صورت سوری تاییدیه بازنگری جمهوری قانون اساسی گرفته میشه از مردم، اونم به چه شکل؟ از نمایندگان مردم. خب نمایندگان مردم توی مجلس نسبت به قدرت سیاسی ولایت فقیه چه انگیزه‌ای باید داشته باشن برای کار؟ لطفا شما عزیزان بگید آیا مجلس ما مجلسی هست که واقعا بتونه انتخاب کنه، رأی بده، یا به هر حال توی شرایطی که مردم نمایندگانشون رو انتخاب میکنن توی این شرایطی شرایط واقعی جلوه میکنه یا خیر؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید. آقای امین بلوردی دست بالا کردن، میشنویم نظراتشون. سلام میکنم خدمت همه دوستان. در مورد سوالی که فرمودین، اول ببینید در نظام‌های دیکتاتوری، یعنی هیچ دیکتاتوری هیچ انتخاباتی در کشور خودش یا اون منطقه که هست برگزار نمی‌کنه مگه اینکه 100% مطمئن باشه که آرا به نفع خودش. این یه اصلیه که در همه دیکتاتوری‌ها یا نظام‌های خودکامه وجود داره. یعنی شما همین اصل رو که در نظر بگیریم و این واقعیت رو که در نظر بگیریم، می‌بینید که هیچ انتخابی نداره. همینجور که ما تو ایران هممون زندگی میکردیم و خیلی دوستان هنوز در ایران هستن، شما صبح که از خواب بلند میشین، بگفته یکی از همین بازیگرها که چند وقت پیش، البته بازیگرهای حکومتی بهتره بگیم، که چند وقت پیش از ایران خارج شده، گفته ما از صبح که بلند میشیم
از خواب بلند میشیم فقط میجنگیم، یعنی تو لباس پوشیدنمون حق انتخاب نداریم، بعد براش بجنگیم. یعنی جایی که میخوایم بریم ورزش بکنیم، حتی فیلمی که میخوایم بازی بکنیم مجوز، یعنی شما تو هیچ گونه هیچ فمینه در زندگیتون در ایران حق انتخاب ندارین. یعنی یه جورایی مثل سیستم کره شمالیه، یه سری فاکتورها و یه سری انتخابها جلوی شما میذارن، میگن از بین بد و خیلی بدتر و افتضاح و فاجعه یکیش انتخاب بکن، که شما همیشه خیلی جالب مجبوری فاجعه رو انتخاب بکنید. همونجور که دوستان گفتن در سال 88 اومدن بین فاجعه و خیلی بد یکی رو گفتن انتخاب کنی، مردم گفتن خیلی بد به نظر من، ولی خب فاجعه اومد از صندوق بیرون. یعنی حتی شما اگر خیلی بد هم بخواین انتخاب بکنین دست شما نیست، ولی نماینده هم که همه میدونن، به قول دوستان میگن که یه لبسی به کار میبرن که جاش نیست، من اینجا مثلا چیز مجلس میگن، یعنی حتی به عنوان انسان هم خود مردم کسایی که تو مجلس هستن و اصلا به عنوان انسان قبولشون ندارن. یعنی من الان نمیخوام که احترامی به شخص خاصی بکنم، ولی خب در ایران اصلا به عنوان مجلس شناخته نمیشه اونجایی که در سطح بین‌المللی به عنوان مجلس ایران هست. یه عده افراد معلوم الحالی که اصلا معلوم نیست، اکثرا هم اطلاعاتی سپاهی هستن، همه میدونن سطح تحصیلاتشون، هم شما یه سر به یوتیوب و کانال‌های تلگرامی و اصلا حتی صدا سیمای خود جمهوری اسلامی بزنید، سطح سوادشون حتی در حد بچهای دبستانی هم نیست. یعنی چند وقتی پیش یکیشون در اومده بود گفته بود که، یعنی چند وقتی پیش میگه همین چند سال پیش من میدم، گفته بود که دخترهای مجرد ایرانی برن با مثلا اتباع کشورهای دیگه که عاشق مثلا تشیع هستن ازدواج بکنن، که مثلا ما دخترمون، یعنی در این حد مثلا شعور و فهمشون در این حد است. یعنی شما هیچ انتظاری از این مجلس، حتی من اسمشو مجلس نمیذارم، یه دوره همیه بین خودشون یه چند نفر رو انتخاب میکنن، که چند وقت فکر کنم دوره قبلی بود که یکی از همین آخوندها گفته بود ما تو کسانی داشتیم که توی خیلی واسه میخوام سرویس بهداشتی مجلس تزریق میکرد، یعنی نماینده ای داشتن که تو خود سرویس بهداشتی مجلس تزریق میکرد، یعنی مواد مخدر به خودش تزریق میکرد، در این حد بودن. یعنی خیلی هاشون گره، ما نماینده های تو دوره قبلی مجلس داشتیم که حکم زندان داشتن، یعنی طرف به خاطر کلاهبرداری خودش، خانواده‌اش و برادرش تو مثلا لیزینگ خودرو 10 سال برای زندان بریده بودن، ولی به خاطر اون ممنوعیت کسایی که مثلا شغل دولتی دارن یا کسایی که مثلا سر کار هستن مجلس، یه سری مسئولیت‌هایی برای نماینده مجلس هست، این شخص باید پای میسادن که دوره نمایندگیش تموم بشه بعد بره 10 سال زندان. خیلی جالبه، و وقت این شخص مثلا داشت قانونگذاری میکرد توی ایران. اصلا یه پارادوکس، شما اینجا تو کشور اروپایی به نفر بگیم میبرن تست اعتیاد ازت میگیرن، اصلا میگن میگه میشه اصلا مگه داریم؟ ما هولوش میگفتن 80 تا نماینده، من توی که خبرگزاری میخوندم تو دوره قبلی مجلس که خیلی دوره پربار و گوهرباری بوده، 80 تا نماینده مجلس در حینی که نماینده مجلس بودن پرونده قضایی داشتن. یعنی شما ببینید اصلا چه وضعی بوده. اینایی که خودشون میگن، یعنی اینا رو تو صدا و سیما، تو آرشیو صدا، یعنی نماینده دادستان مثلا میومده میگفته ما نماینده داشتیم مثلا تو گوش سرباز زده بود، نماینده داشتیم که رفته بود تو شرکت لیزینگ خودرو حراست راش نده بود، حراست زده بود، نماینده داشتیم که با وزیر نفت درگیر شده بود که چرا مثلا پسرموی منو شما کارمند خودت مثلا نکردی، سه صوتش اومده بود بیرون. بعد دیگه اخلاق شما ببینید، با حال قدیمی ها پیدا کنیم پرتغال فروش ها، اصلا اینا نماینده مردم نیستن، نه اصلا ربطی به مردم نداره. شما اصلا، شما مثلا نماینده خوزستان رو برو ببینید، فاجعه هایی که تو خوزستانه، بریم مصاحبه هاشو نگاه بکنیم ببینید اصلا کی اصلا در مورد مردم خوزستان حرف زده، اصلا حرفایی که زده اصلا ربطی به مشکلات مردم خوزستان داشته. ممنون ازت. خیلی ممنون آقای بلوردی، نظر خوبی بود. بله متاسفانه اگر گوشه ای از مردم ایران هنوز آگاه نشدن و دلشون رو بستن به نمایندگان خودشون که انتخاب کردن، حتی اگر اصلا بستگان و فامیل اون نماینده هم باشن، باز این گوشه از مردم، اینا هم باید به آگاهی برسن که فرق نمی کنه شما دلسوزترین، متدین ترین یا هر فاکتوری که به خاطرشون رو انتخاب کردین، ایشون رو فرستادین به مجلس، مجلس آیا در
یک دموکراسی ایدئال قرار داره یا خوب یا حداقل خوب، اونم می‌بینیم که اصلا به خوب هم نمیرسه و متاسفانه بارها شده که همون چیزی که دوستان تو این جلسه اشاره کردن، ولایت مطلقه فقیه حکم‌های حکومتی صادر میکنه و یه سری پست‌ها و مقام‌ها منصوب میشه. ببینید شما توی سامانه قرار دارید و کار میکنید و فعالیت میکنید، در این سامانه حالا چه نظام سیاسی کشور باشه، چه هر شرکت و به هر حال نهاد و هر چیز دیگه دولتی و غیر دولتی، شما حق انتخاب دارید، حق رأی دارید، انتخاب میکنید، رأی میدید، اما نتیجه چیز دیگه‌ایه. شما میبینید که کسانی که شما رأی دادید انتخاب نشدن، در سر کار نیومدن، انتصاب شدن یه عده. انسان یک حساب کتابی با خودش داره. کسانی که سال 88 میگن رأی من کو و شعار میدادن رأی ما کو، الان در سال 1401 به شعارهای خودشون میخندن، چون میگن ما رأی دادیم به شخصی که مدعی آزادی برای جوانها، برای کشور و طرز تغییر طرز سیستم سیاست داخلی و خارجیه، ولی ما میبینیم کسی دیگه انتصاب میشه به اون پست. خب عکس العمل شما چیه اگر بدونید که روی رأی شما یه عده با قدرت فراوان میان یه انتخابات دیگه انجام میدن؟ مسلماً اون انتخاباتی که شما تو شرکت کردید، اول رأی شما رو به هیچ قلمداد کردن، دوم کاملاً اون جریان و اون پروسه باطل هست از نظر عموم، یعنی این که روی رأی شما نباید رأی صادر بشه. شما رأی دادید، اکثریت به یه نفر رأی دادید، باید اون شخص، یک سیستم دموکراسی اگه اسمش رو بخوام بزنم، شما میدونید که خب حالا بحث رو به اینجا ببریم که اصلا توی نظام جمهوری اسلامی ایران چیزی به نام پوزیشن یا اپوزیسیون وجود داره یا بدیل سیاسی، اصطلاحا جناح مخالف اینجوری بگیم بهتره. یه سری جناح‌های سیاسی حاکم بر مملکت یا مدعی حاکم بر مملکت هستن که یه سری جناح دیگه هم باید در رقابت با اینا باشن. خب این مسئله ضرورتش به این شکله که دو نکته خیلی مهم رو میتونه اشاره کنیم بهش. یکی این که اصل دموکراسی اینه که زندگی خودش و پویایی واقعی خودش رو توی این منازعات سیاسی و اجتماعی میدونه دموکراسی. یعنی اگر این منازعات وجود نداره، همه رنگ بنفش هستن، هیچ سودی برای مملکت و دولت نخواهد داشت. دومش این که این انحصار قدرت اگر به یک حزب برسه و تک حزبی باشه مملکت، تأثیر این انحصار قدرت واقعا تأثیرش میشه فساد در جامعه، میشه کنترل قدرت توسط یک عده خاص و این خطر بزرگیه که برای جامعه هست. پس شما میبینید که وجود یک اپوزیسیون، که خود این اپوزیسیون یک به صورت اتوماتیک میشه یک هیئت نظارت بر عملکرد دولتی که الان حاکم هست. آیا ما جناح‌های سیاسی ایران رو میشناسیم الان؟ آیا مثلا شما دوستان اصولگرا یا اصلاح طلب یا حزب روحانیون مبارز یا هر حزب دیگه‌ای که الان توی ایران پا بر جا هست، آیا تفاوتی بین این احزاب سیاسی شما می‌بینید که ما بگیم مثلا الان اصولگرا حزب حاکمه و اصلاح طلبان جناح مخالف یا بدیل سیاسی اون هستن و حکم اپوزیسیون رو دارن؟ شما حاکم می‌بینید این قضیه رو یا خیر؟ لطفا اگر کسی اطلاعاتی داره با ما در میون بگذاره، ممنون میشه.
خانم حقوالی، من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید. سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. من میخوام در جواب سوال شما به این موضوع اشاره بکنم که بخش عظیمی از جامعه و توده مردم و من نوعی کاری نداریم که کدوم اپوزیسیون بر سر کار هست و حالا قدرت در دست کی است. ما به این نگاه میکنیم که اگر نمایندگانی از خودمون رو انتخاب میکنیم به مجلس میفرستیم، یا اگر به کسی رأی میدیم که بخواد ریاست جمهوری کشور رو در واقع اداره بکنه، بر وضعیت زندگی من کارمند، من کارگر چه تأثیری میذاره و من اموراتم چجوری میذاره در این کشور. هرچند که خب اگر که نگاه کنیم به وضعیت کشورمون میبینیم که الان همطور که دوستانم گفتن انتخابی در واقع وجود نداره و اگر وجود داشته باشه بین بد و بدتر هست و ما مجبور هستیم یک عده رو انتخاب بکنیم بدون اینکه پیشینه‌شون رو بدونیم. همونطور که اکثریت تا سریای قبلی انتخابات همه میگفتن مثلا به فلانی رأی بدیم که اون یکی رأی نیاره، چون میگن این بهتره. چرا بهتره؟ چون در نظر عامه مردم وضعیت معیشت زندگی من مردم عادی رو بهتر میکنه، به فکر به مردم عادی هست و به این خاطر بود که میرفتن بهشون رأی میدن. خیلی ها هستن که اصلا تخصصی به این قضیه نگاه نمی کنن و حالا که مثلا میرن شعار میدن میگن رأی ما کو. خب برای چی دنبال رأیشون هستن؟ برای که ببینن که بله ما رفتیم رأی بدیم که وضعیت زندگیمون بهتر بشه، بدتر شد و حالا خب بعدم تازه پیشینه آقای مثلا رئیسی که تا کلاس ششم درس خوندن اینا هم رو میشه که بیشتر مردم رو مایوس میکنه. یعنی همه آدم باسواد توی کشور ما هستن که رد صلاحیت میشن و بعد یه آدم اینچنینی که از خودشون هست به خاطر اینکه همسو باشه باهاشون و ایدئولوژی اونا رو حاکم کنه انتخاب میشه و متاسفانه وضعیت معیشتی مردم هم با بیدرایتی و تصمیمایی که میگیرن به وضعی افتاده که مردم به نون شب خودشون محتاج هستن. من فکر میکنم که کدوم اپوزیسیون حاکم باشه، کدوم بهتر باشه، زمانی مطرح میشه که برای مردم بهتر باشه، چون اگر مردم نباشن که انتخابی وجود نداره و همه اینها در کل بی‌معنی خواهد. سپاس از شما. بله متاسفانه همین گونه که میگید همه نتیجه گیری میکنن و ما الان وضعیت کشورمون به جوری هست که نه اینکه بخوام توهینی به فعالیت‌های گروه خاصی بکنم یا چیزی، ولی حرکت‌های کسانی هم که مخالف جمهوری اسلامی هستن نوعی دفاع از جمهوری اسلامی شده، غیر از این هیچ چیز، نوعی بقای جمهوری اسلامی شده. اینکه من بشینم فقط به عنوان یک نفر سیاسی خارج از کشور اونم دست نیروهای امنیتی ایران از من کوتاه باشه، بخوام بلبل زبونی کنم، بخوام نوشته بدم، کتاب بدم یا هر چیز دیگه ای، این خودش متاسفانه هیچ دردی از مردم کشورم درمون نمی کنه. همچنان مردم درصد بیشترشون زیر خط فقر به سر می برن و همچنان اون سیستم و سامانهی که جمهوری اسلامی رو احتیاج داره در ایران به کار خودش ادامه می ده. الان شما دیدید توی مسائل اپوزیسیون خارج از کشور توی ماه گذشته شخص شاهزاده رضا پهلوی اومدن یک بیانیه‌ای دادن که طرفدارانشون میگن این بیانیه یک بیانیه جدیده نسبت به 40 سال گذشته، چرا که یه برنامه‌های اجرایی برای توی ایران در نظر گرفتن. کسی که خودش اعتقاد داره من حاکم کشور نمیخوام باشم، اگر شما حاکم کشور نمیخواین باشین چرا میاین ارائه برنامه میدید؟ پس حتما یک کسانی پشت سر شما هستن که قراره از شما استفاده کنن. مردم ایران و احساسات پهلوی دوستانه و سلطنت طلبانه شون رو تحریک کنید و بیاین و اون سامانه پشت سر شما حاکم به مملکت بشه. سامانه پشت سرشون کیه؟ شورای گذار. لطفا برید اعضای دوستان
اعضای شورای گذاره از جمهوری اسلامی ایران رو برید بخونید ببینید کیه. آقای سازگارا، آقای آهی، آقای شریعت مداری. تاریخچه این نفرات، فقط کافیه اسامی این عزیزان رو بزنید داخل گوگل و تصاویرشون رو ببینید. طرف از نوفلوشاتو پشت سر آقای خمینی بوده تا کی؟ تا بعد از اینکه دولت آقای خاتمی تموم میشه در سال 82، بعد یه دفعه میشه شورای گذار جمهوری اسلام. من ایرانی واقعا باید سطح فکریم خیلی پایین باشه که بخوام طرفدار این آدم اصطلاحاً عمامه و عبا رو در ورده، کراوات زده یا پاپیون و کت‌شلوار پوشیده. حتما روشن فکر باید باشه، ها؟ حتما پشت سر شاهزاده باید را. پس ببینید چجوری میتونیم به کسی که توی نوفلوشاتو پشت سر خمینی بوده، نماز میخونده یا جزء برنامه های خمینی بوده و الان پشت سر رضا پهلوی میخواد را بره، چجوری میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ چجوری میخوایم مملکتمون رو دست کسی بدیم که برای اون انتخابات آزاد رو به ارمغان بیاره؟ نه خیر، مادامی که ایران از منابعی برخورداره که کل منابع ایران 57% بیشتر از کل کشورهای اروپاییه، مثل گاز و نفت، مثل چیزهای دیگه، مادامی که ایران به این وضعیت منابع وجود داره، همچنان دست چندین ساله، حالا من بخوام اقرار کنم بگم 700-800 ساله، ولی بخوام با مستندات تاریخی بگیم در حد همین 200 سال اخیر که از زمان قاجار به این ور واقعا مملکت رو خالی کردن. ما شرکت ملی نفت ایران انگلیس حالا یه ایرانی رو گذاشته بودن به خاطر که یه درصد کوچیکی از برداشت نفت خوزستان رو به خودشون اختصاص دادن. از اون زمان بگیر که کشور ما دو قسمت شده بود، دست انگلستان از جنوب و روسیه از شمال، تا الان روی خوش دموکراسی که رنگ‌های قشنگش توی کشورهای اروپایی و آمریکایی یه مقدار دیده میشه، تا الان همون رو هم ما ندیدیم. به فرض که بگیم آقا دموکراسی توی کشورهای پیشرفته دنیا واقعیه، خب بهانه نیست، تبلیغ نیست، قبول، اما همون رنگ ساده دموکراسی رو تو هم کشور خودمون ندیدیم. همیشه یا تک حزبی بوده یا وانمود میکردن که حزبای دیگه هم وجود داشته مثل الان جمهوری اسلامی. چه تفاوتی داره موقعی که اسم اولین نفر مملکت محمد رضا پهلوی باشه یا روح الله خمینی یا علی خامنه ای؟ هیچ تفاوتی وجود نداره. این که کسی که سود میبره اون انگلستان، آمریکا و منافع اونهاست و همچنان داریم ادامه پیدا میکنیم. چیزی هم که باعث تشتت خاطر خود بنده میشه این که یه سری فعالیت ها در زمینه حقوق بشر خیلی از ارگان ها دارن انجام میدن، خیلی فعالیت های سیاسی اپوزیسیون های خارج از کشور همش در راستای این هدفه و متاسفانه چند نفر رو دور خودشون جمع میکنن بدون اینکه آگاهی اصلی از سیاست های کلان بهشون بدن، حول و حوش یک مطلب رو گرفتن متاسفانه و پیش میرن و طرف هیچ آگاهی هم به دست نمیاره که برای مملکتش، برای مردم کشورش بتونه یه اقدام مثمری به ثمر انجام بده. دوستان اگر اظهار نظری دارید لطفا دست بالا کنید. ممنونم. آقای کلوته، مایک در اختیار شما، بفرمایید. بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه دوباره به من وقت دادید برای اینکه صحبت کنم. صدا میاد؟ بله صدا هست، بفرمایید. بله، عرض کنم حضورتون در مورد این صحبته که جناب بولوردی کردن، واقعیت میخواستم دقیقا همین صحبت رو بکنم که دیکتاتورها رأی گیری نمی کنن مگر اینکه واقعا 100% مطمئن باشن که اونی که میخوان میشه.
و در مورد این اپوزیسیون های هم که گفتید واقعیت اصلا ما اپوزیسیون مخالف نه، اپوزیسیونی که حتی بخواد نظارت داشته باشه به طرز عمل کرده این دولتی که داره حکومت میکنه، به نظر من واقعیت تو ایران نداریم. فقط اسمی یه چیزی درست کردن، مثلا ما یه سری سخنگو داریم مثل حسن عباسی، رائفی پور که بالاخره شاگرده آقایین مثل زیبا کلام هستن و اینا فقط در جهت منافع نظام حالا یه سری صحبت هایی میکنن در صورتی که محدوده و جواب داره که بتونن خودشون تو جاهای مختلف بزنن که مردم مشغول باشن و بگن که ما داریم مخالفت میکنیم، اگه عمل کردی اشتباه بود بگن آره این عمل کرد اشتباه بوده، ما داریم میگیم اشتباه. ولی اون بحث برخورد که با یه اشتباه مثلا مهم باید یه برخوردی بشه یه چنین چیزی واقعا عملا نداریم. یعنی این که توی صدا سیما میان این کاندیدای انتخابات ها میان یه چیزایی از همدیگه مطرح میکنن که حتی اون تهمت زدنش جنبه حقوقی داره، میشه ازش شکایت کرد، حبس داره، زندان داره، ولی بعد میبینیم که این انتخابات تمام میشه همهشون دوباره یه پستای حکومتی گرفتن، مثل همین آخر انتخاباتی که بود عملا اسناد از همدیگه رو میکردن که آقا شما اونجا دزدی کردی، برادرت دزده، یکی دزده، این پوله رو این کارا رو کردی، عملا داره میگه. یعنی اگه حتی دروغ هم گفته باشه به عنوان تهمت زدنی که هست بعد اون یه جرمی داشته باشه، جایی ببرنش، حبسی، یه چیزی، یه بازداشتی، ولی خب پست حکومتی میگیره. در صورتی که شما میخوای کاندید یه شورای شهر بشی کوچکترین سابقه ای نباید داشته باشی، کوچکترین حبسی نباید داشته باشی، کوچکترین مخالفت نظامی نباید داشته باشی که بتونی موقعیت رو بگیرید. اما یه نکته یه مطرح کردی در مورد اعضای شورای گذار و شاهنشاهی، من خب یه مقداری دارم بررسی میکنم، من تا چند سال پیش کاملا مخالف بودم با شاهنشاهی، اما یه مطلبی یه جای خوندم در مورد این که خب اصلا این اختراع شاهنشاهی به ایرانی ها برمیگرده، قبلا مردم قبایلی زندگی میکردن، دیگه تهدیدایی داشتن و اینجور حرفا، این بحث شاهنشاهی و این قبیله ها با هم جمع بشن اینا، میگن اول اختراعش برمیگرده به ایرانی ها، یعنی مخترعش ایرانی ها بودن. همین تا همین چند سال پیش توی حتی اروپا و اینا هم خودشون فیلم هم میسازن بابتش، وایکینگ ها و نمیدونم سریال های خیلی معروف اینجوری که نداشتن یه چنین چیزی، یعنی دوران پادشاهیشون هم خیلی این ایران قدیمی نیست. یعنی حالا خیلی این مسئله بحث شده بود که حالا جایی اینو نداره که این صحبت رو بکنم، اما اینکه یه ده صحبت میکنن که الان در حال حاضر با وضعیت موجود ایران و وضعیت فعالیت سطح چطوری بگم سطح این مسئولیت پذیری مردم جامعه ایران، میگن که این جمهوری جوابگو نیست بعضیا و شاهنشاهی انتخاب مناسب تریه برای ایران، چرا که در حال حاضر اگه بخواد دوباره جمهوری باشه اون کسایی که کاندید میشن برای جمهوری میشن امثال صدام، امثال دیکتاتورایی که در گذشته بوده، کما اینکه رضا خان هم موقعی که توی مجلس اومد برای انتخابات اومد پیشنهاد جمهوری رو داد، آیت الله مدرس مخالف، یکی از مخالفهای سرسخت بود و میگفت برای ایران گزینه شاهنشاهی مناسب تره، که مجبورش کردنش که شاهنشاه بشه، وگرنه خب هست دیگه تو تاریخ اینا اسنادش موجوده. و اینکه شما صحبت کردید در مورد اعضای شورای گذار، ببینید من واقعیت این چند وقتی که بررسی کردم فعالیت‌های شاهزاده رو، گفتن که
یعنی یه چنین نظری رو من از این برداشت کردم که ایشون حتی اگه بخواد کناره گیری کنه، در حقیقت داره به یه عده از کسایی که دنبال شاهنشاهی هستن، سیستم پادشاهی هستن در ایران، داره حق اونا رو ضایع میکنه. وگرنه به قول خودش داره زندگیشو میکنه دیگه، مشکل خاصی هم نداره و یه عده واقعا خواهان شاهنشاهی هن. بعد الان فرض کنید که من مخالف سرسخت شاهنشاهی هم و موافق مثلا آقایون خامنه ای و خاتمی و اینجا حرفا، بعد الان نظرم عوض میشه که میخوام برای مردم مملکتم فعالیت کنم، خدمت کنم و مملکتم شاهنشاهی شده. اینکه وقتی من فعالیت مخربی نداشتم، وقتی جون کسی رو به خطر ننداختم یا فقط راجبش حرف هست، این درست نیست که حق منو بگیرن که من فعالیت نکنم. موضوع اینه که این کسایی که الان جز اعضای شورای گذار هستن، با اگه مشکلی داشته باشن، اگه جمهوری اسلامی الان هدف اینه که این جمهوری که داره فعالیت میکنه، این مسئولینی که بی‌کفایتن، اینا کنار گذاشته بشه، یه رفراندوم برگزار بشه، اون موقع مردم تصمیم بگیرن که آیا پادشاهی میخوان، آیا جمهوری میخوان، آیا چه چیزی، با رأی اکثریت مردم دوباره موفق میشه که کرسی برای خودش داشته باشه. و این صحبت شاهزاده رو من چندین بار شنیدم که میگه که مردم باید در ایران احزاب تشکیل بدن. به نظر من این که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته اینه که خب واقعیت هیچ حزبی تشکیل نمیشه، فقط اپوزیسیون داره درست میشه. تعریف حزبم که دیگه اکثرا دوستان میدونن چیه، کوچولو نیست یه نفر یه شخصی بیاد بگه من حزبم. وقتی احزاب تشکیل بشه، اون موقع وقتی یه دولتی تشکیل بشه، حالا چه جمهوری چه شاهنشاهی، فعالیتاش حرکتاش زیر سوال میره. آزادانه نمیتونه هر کاری کنه به اسم اینکه دشمن، به خصوص که احزاب قدرتمندن باشن و مردمم روی مردمم بتونن تأثیر بذارن. مرسی از اینکه وقت دادید. بله، در مورد احمدی نژاد هم یه چیزی نوشتن الان دوستمون. موضوع اینه که میدونید موقعی که انتخابات میشه، من موقعی که به آقای خاتمی میخواستم برم رأی بدم، فکر کردم خیلی خوبه، همه چی عالیه، من موقع دانشجو بودم، چقدر حرفای قشنگی میزنه، چه آخوند شیکیه. یا بعدش که مثلا راجع موسوی فعالیت میکنیم، گفتیم چقدر اینا خوبن، ببین نمیدونم 8 سال زمان جنگ بوده، تورم نداشتیم، چرا میخوان به یکی مثل احمدی نژاد رأی بدن که کسی نمیشناسه. ولی واقعیت اینه که خیلی از مردم جامعه همینجوریان، سوابق اینایی که توی حکومت ها هستن، حتی الان مثلا اگه یه انقلابی هم بشه بخوان جمهوری بشیم، کسی مثلا پسر صادق زیبا کلامی که نمیشناسه، کسی پسر نمیدونم قاسم سلیمانی که داشته باشه که نمیشناسه، کسی نمیدونم، اینا چهرهای شناخته شده نیست اما فعالن، مثلا احمدی نژادی که اومد. بعد مثلا اسناد رو میکنن که نمیدونم تشکر کردن به خاطر 702 تا اعدامی که در یک روز داشته، مثلا حالا ناظرش بوده، نمیدونم چیکار کرده. این یعنی واقعیت تمام مشخصات یه حکومت دیکتاتوری رو در ایران داریم. سپاسگزاری میکنم به خاطر وقتی که دادین اجازه دادین صحبت ها بکنم. ممنونم. خواهش میکنم، ممنون که نقطه نظراتتون رو گفتیم. خب دوستان، میخوایم یه نتیجه گیری از بحث آزاد بکنیم که نظرات شما عزیزان رو شنیدم. کاش دوستی بود که میتونست، حالا بجز بنده که مسئول جلسه هستم، یک نتیجه عنوان کنه که حق انتخاب و انتخابات در ایران چه نتیجه گیری داشت. بحث ما این که قانون باید اصلاح بشه، این که اگر کسی قانونی نوشت، قانونی وضع کرد، اولین کسی که به اون قانون باید پایبند باشه خود نویسندش. هر جا دیدید قانونی نوشته شد یا گفته شد،
و اولین نفر ناقضش خود اون نویسنده باشه، مطمئن باشین که جای اشتباهی اومد. پس این کار رو بکنید، توی کشور خودتون سهیم باشین، توی سرنوشتش سهیم باشین. یه نفر یه نوشته‌ای به من داد که اولین گزینش پادشاهی مطلق بود برای آینده ایران، دومیش پادشاهی پارلمانی و سومیش جمهوری. من جمله‌ای که نظر شخصیم بود بهش گفتم، گفتم که پادشاهی مطلق به تاریخ پیوسته. ما افتخار میکنیم که ایران داشته، پادشاهی داشته، ولی در زمان کوروش و در زمان مثلا انوشیروان، ساسانی و بعدش، این یک نوع کلاس ایدئال گرداندن جامعه بوده اون موقع، ولی الان عصر ارتباطات، عصر اینه که من خودمو کنار نکشم از بقیه دنیا. خب الان کشورهای پادشاهی وجود دارن، هنوز امپراتوری های وجود دارن، ولی در قالب سنت خودشون دارن میرن جلو و این سنت به هیچ عنوان توی سیاست دولتشون دخالتی نداره. شما کشور ژاپن رو ببینید، هلند، اتریش، سوئد، اینا هنوز پادشاه و امپراتوری و ملکه و این چیزا دارن، ولی کشورشون دموکراته، یعنی دموکراسی داره. گزینه دومش پادشاهی پارلمانیه. موقعی که اسم یک نظام پادشاهی پارلمانی باشه، پارلمانش شاهنشاهیش یا سلطنت رو نقض میکنه و برعکس، یعنی این خودش تناقض هست. این چه پارلمانیه که میخواد با پادشاهی پیش بره؟ و آیا من به عنوان نماینده این پارلمان میتونم در برابر پادشاه اظهار نظر غیر داشته باشم؟ خب اینم خودش تناقضه. پس میمونه جمهوری. جمهوری رو، جمهوری اسلامی رو هم اومد این جمهوری رو پیاده کنه، ولی قوانین جمهوری اسلامی اون رو محدود به یک جمهوری، حالا دیکتاتور اسمشو نداریم، یه جمهوری خودکامه و خودرأی و خودشیفته کرد. چه هزینه هایی کرد برای تبلیغ مذهب تشیع، مذهب تشیعی که اگر پادشاهی عثمانی، امپراتوری عثمانی 700-800 سال پیش فشار به روم، امپراتوری روم نمی آورد، این تشیع توی ایران پشت سرش از یک گروه بسیار کوچک علویان شکل نمی گرفت و بعدش سلسله صفویه تشکیل بشه. ببینید تاریخ خیلی گویای همه چیز هست. در مورد رضا پهلوی، دوستان اگر بخواید یه مطالعه بکنید، نظر شخصی من، خیلی راحت توی اینترنت یا کتابهایی رو بخونید در مورد محمد ظاهر شاه، پادشاه عربستان، ببخشید افغانستان، که این پادشاه 29 سال در خارج از کشور زندگی کرد و بعدش اومد که اصلاحات انجام بده تو کشور، اما چی شد؟ دوباره دوچار طالبان شد. پس ما دل نبندیم به این چیزا. این تاریخ تکرار شدنیه. کشورهای مثل روسیه و انگلیس دارن این تاریخ رو برای امثال کشور ایران، امثال کشور افغانستان اجرا میکنن. محمد ظاهر شاه افغانستان رو بخونید، تاریخش رو. برای یک سفر فکر میکنم تأمین سلامت یا درمان خودش بود به اروپا میاد و یکی از بستگانش که فکر میکنم برادرزادش بود کودتا میکنه، مملکت رو در دست میگیره، یک مملکت دیکتاتور و خودکامه به وجود میاره و میاد تا به حامد کرزی میرسه و بعد از حامد کرزی الان طالبان. سال 2002 ایشون بعد از 29 سال میخواد به ایران، به افغانستان برگرده، اصلاحات انجام بده، ولی خودش نهایتا از افغانستان خارج میشه. الان همین داستان داره برای ایران شکل میگیره و نظام پهلوی که دوباره بیاد سر کار ایران. این رو من اینکه خوندم باید بهش آگاه باشم دیگه، این حقه و این فریب رو مجدد نخوریم. پس ما نتیجه میگیریم در نهایت، ختم کلام رو، که حق انتخاب در ایران الان به هیچ عنوان طبق
وجود جمهوری اسلامی در ایران و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما حق انتخاب نداریم و باید کشورمون ابتدا مستقل از یک نظام خودکامه بشه و از همه مهمتر دارای حقوق، دارای قانونی باشه که بر پایه این پنج اصل حقوق انسانی نوشته شده باشه. و پنج اصل حقوق اون رو حس کنیم. تا اجرایی نشه به هیچ درد مملکت داره. من الان چون دوستی دیگه اظهار نظری ندارن، رأسی دقیقه به وقت اون تشکر میکنم از عوامل برنامه، از منشی جلسه سرکار خانم لیلا ابوطالبی، از ضبط صدا سرکار خانم کاویانی و آقای پورمند و ادمین های محترم آقای امین بلوردی بهمن، سعید نوریزاده عزیز و آقای محمد رسول پورتند. درست خیلی تشکر میکنم از شما و همچنین بخش صدا و تصویر جناب آقای پویا حسابی. اتاق در اختیار